دیوان سپاسی کنم برای نصیحت و دانشگاه نتیجه است. سلام است که من نتیجه میخوام کالا و هم مسکنای اساس چند وقت هم درس باشیم. برای مسئول رحمانی و مسئول نشریات دانشگاه کالا و در خدمت شما هستم. اصولا باید یه اول ارائه میشود. باز بعدا میامدیم به سمت ارسال مقاله و شناخت جورنال. خب چون نو سفر بودم دوستان محبت کردم بودن حتما باید باشین به موضوع انداختن میزن. خب من قرار راجع به چند تا کلیدواژ صحبت بکنم. یکی خود پژوهشه، یکی که با او درگیره پژوهشگره، دو یکی هم مقاله پژوهشی و بحث دیگه هم بحث تکنیکیه که ما چگونه بتونیم جزئیات معتبر و نامعتبر تشخیص بدیم که سعی میکنم گرد کمتر بزنم و عملی انشاءالله کار بکنم چون با کار را سریع کار داریم. حتما دوستان هم کتاب و قلم و این چیزها هست که کار بکنم. من کم کم که داغی هم صدا ما برنا میشه حال چه متداری. در روش تحقیق مطالعه کردن کافی نیست، یعنی هیچ کس نمیشه با مطالعه کردن بشه یک محقق. ممکنه یک دانشمنده بشه ولی یک محقق نمیشه. روش هم کتاب آنقدر هست برای روش تحقیق که اندازه و حساب نداره. امروز دیگه همون قسمی که دانش ها تخصصی شدن، تحقیق ها هم تخصصی شدن. شما روش تحقیق طبی داریم، روش تحقیق باز طبی، باز تحقیق مروری داریم، تحقیق پژوهشی داریم، تحقیق های متفاوت دیگر داریم، گزارش کوتاه داریم که اینها هر کدام از اینا ساختار خاص خود داره و نیاز به یک روش خاص خود داره. کتاب های زیاده اما صحبت هایی که من امروز میکنم بیشتر از کتاب سامانگرایی در نوشتار دانشگاهیه که از جناب آقای رحیاب ریاست محترم دانشگاه خواهد بود. این به خاطر از اینکه از قالب انتخاب نکردم، صرفا به خاطر از اینه که این کتاب یک دایره المعارف روش تحقیق. شما اگر 20 تا کتاب بخونه این مجموعه 20 تا کتاب میشه این. پس بهتره که انشاءالله ارتقیه بکنیم و از تجربیات داخلی استفاده کنیم. چون اصلا بعضی این سمینار میشه از اینا یک بری از واسه این بده. آها این کمپاین هم میکنیم. کاش کم کمپاین هم میدادم. کمپاین کتاب میشه. این تمام مواردی که برای ما شما میده. بعد شما هر حوزه‌ای که کار میکنیم، خواه انجینریه، خواه مثلا طب، باز میریم اون شگردای کوچک از اون رو یاد بگیریم. منتها دایره المعارف این کتاب از روش تحقیق، یعنی اون مبانی اصلی و اون چیزایی که یک محقق نیاز داره به لحاظ تعریفی به ما شما میگه. به جای از اینکه 5 6 تا کتاب بگیریم، همین کتاب رو بگیریم کافیه. این اختیار شما دیگه. انتظار ما اینجی این کارگاه اینه که ما حداقل دیگه با مبانی تحقیق اونا آشنا شده باشیم، یعنی آشنا هستیم. دوستایی که از آقای محمدی پرسان کردم گفتن همه دوستای با تحقیق در دیدم، یعنی کسایی هستیم که حداقل میفهمیم و اینجا قرار نیمه بر دانش شما چیزی بیافزاییم، فقط تجربیات خود رو هم دیگر شریک میکنیم و انشاءالله که به نتیجه درستی هم برسیم. خب موضوعاتی که ارائه میکنم یکی چیستی پژوهشه، کیستی پژوهشگره، مقاله پژوهشیه، مجلات معتبر و نامعتبر. از بحث اول آغاز بکنیم. تا حال شده ما شما فکر بکنیم که اصلا پژوهش چیه؟ چه کاره؟ آیا ما قراره پژوهش بکنیم که یکی به ما بگه مثلا فلانی چند تا مقاله داره؟ فلانی آدم خیلی با سواد یک چند تا کتاب داره. اگر بگین دیشاین پس ما پژوهشگر نیست. کاری هم که انجام دادیم کار پژوهشی نیست. یا اینکه برای ترفیع علمی خود به اثر اجبار به ناچار آمده مقاله نمیشه بدیم. حالا نصفی از یک جا کپی کردیم و نصف از جای دیگر. بازم کار ما پژوهش نیست، به خود ما هم پژوهشگر نیست. خب تعریف های زیادی از پژوهش میشه انجام داد. مثلا کوشش سازمانیافته ایه که پژوهشگر در روشن سازی یک حقیقت برای شناخت یک موضوع بوریاری میکنه. پژوهش ما میخواییم یک حقیقت یک مسئله خلق شده برای از اون پاسخ پیدا بکنیم. همین کاری که انجام میدیم برای یافتن همین پاسخ خود از اون میشه پژوهش. یا میشه بگیم که
پژوهش علمی تجزیه و تحلیل باریک بینانه سامانمند و عینیه درباره یک پدیده نامعین برای شناسایی او و برای افزایش دانش آگاهی بشر. با تعریف پژوهش به نوعی ما پژوهشگر در تعریف یا بگیم که مطالعه سامانمندی نظارت شده تجربی و انتقادی یک یا چند قضیه فرقی درباره پیوند احتمالی میان پدیده‌های طبیعی. ما مدرسه ادبیات دیگه سر تک تک از اینا وسواس بوده انتخاب از اینا چرا سامانمند، چرا نظارت شده، چرا تجربی، چرا انتقادی. باید که پژوهش همه چیزا در درون خود خود داشته باشه. یکی از کارهایی که یک پژوهش باید یک ساختار که باید داشته باشه روشمند بودن، همینه که روش تحقیق به وجود بود. به خاطر از اینکه حالا فرض بکنیم یک انجینر شاید در دانشکده انجینری بخونه که سمت و ریگ و چند تا فرمون این رو بندازیم اینا چند دیگه کار میده و چه کار بکنه. اونتا خب بنا هم باید روش انداختن از اینا رو بفهم. روش تحقیق همینه، ما سمت رو میشناسیم و در هر حوزه‌ای که فرض بکنیم ما دانش داریم حوزه ها رو میشناسیم، اما خب برای ارائه دانش خود به دیگران نیاز به یک روش داریم که باید انتخاب کنیم. و اگر فکر بکنیم ما با فهمیدن، ما آدم خیلی فهمیده و نیاز به تغییر ندارم، در حقیقت ما به کجراهه میدیم و کار نمیدرسته. چون اما قسمی که هر کاری نیاز به مهارت داره، نوشتن هم نیاز به مهارت داره و این مهارت ها در طول حیات بشر به دست آمده تا شده امروز تحقیقات. هر کاری که ما ارائه می کنیم و می خواهیم که او پژوهش نام بگذاریم یا تحقیق واژه عربی معادل رو بگذاریم، باید که این ویژگی ها داشته. اگر این ویژگی ها نداشته باشه ما به او پژوهش بکنه نمی کنیم. سامانمند باشه، یعنی یک نظم و ترتیب اساسی پایه‌ای داشته باشه، علمی و منطقی باشه، تجربی و سنجش پذیر باشه، داده ها رو کوتاه بکنه. دیگه امروز وقت داری کتاب نوشتن بود، حالا شده معیار در تمام نهادهای تحصیلی و تعلیمی و نهادهای تحقیقی فقط معیار شده مقاله، چون ای کوتاه میشه. ما در ادبیات هم دیگه امروز داستان کوتاه داریم، داستان رمان خیلی به ندرت نوشتن بکنن چون آدم ها دیگه فرصته یه همه حرف ندارم. و از جانب دیگری اطلاعات هر روز هی وارد میشه و شما باید حرف پر کوتاه به دیگران برسید. تکرار پذیر و انتقال پذیر هم خب حالا من چوب میکنم دوستان نگاه ها خود پر نسبت به پژوهش با هم دیگر شریک میکنیم بعد نتیجه گیریم. از کدام سمت شروع کنیم؟ شما شروع بکنیم. نظرات شریک میکنه سکنیم که چه چیز داریم به دست. خب دوستو شریک بکنه که از نظر شما قرار نیه که ما و شما کتابی گرد بزنیم. خب قراره که نگاه رو شریک بکنه کتاب حالش نگاه شما نسبت به پژوهش هر چیزی که میخواییم از او استفاده بکنیم اول باید رو بشناسیم، درسته؟ پس اگر ما میخواییم کار پژوهشی بکنیم اول باید تکلیف رو با خود پژوهش مشخص بکنیم که پژوهش به پیش ما چیه؟ پژوهش به پیش ما شاید نوشتن مقاله ای باشه در فلان مجله چاپ بشه که 4,500 یا 5,000 افغانی پول بگیره. این هم یک نوع نگاه نسبت به پژوهش، نسبت به مقاله. یا ای که من بگم یک سوال که برای من مبهم بوده خواستم اون رو حل بکنم و پاسخ رو با دیگران شریک بکنم، این هم میشه یک نوع نگاه نسبت به پژوهش. تا به حال شما چه نگاهی داشتید نسبت به پژوهش؟ پژوهش میشه گفت در حوزه‌های مختلف توالی که گوناگونی داره که علاوه مثلا رشته علوم انسانی باشه یا علوم ساینسی باشه. معمولا در علوم ساینسی چون بخش تجربه پذیر هسته ما که مراجعه میکنیم به جای یا نهادی مراجعه میکنیم، موردات یا مشکلات که میبینیم
در مورد از اون موضوع یا مشکل به این فکر می‌کنیم که بیایم در مورد از یک کار تحقیقاتی یا پژوهشی انجام بدیم تا بشه مسائل و مشکلات تغییر یا موانع و سرای با دست رفع بشه از بین ببره. مثلا یک از کارهایی که در هرات به ذهنیت و جدا بودیم چند تا بحث بودیم، بحثی بودیم در مورد آبهای آشامیدنی بود، آبهای آشامیدنی که ما شما مصرف میکنیم، همین آبی که در حال حاضر مصرف میکنیم. مطلب مؤسسه جیوزت بود، برای مدت به عنوان ترینر معرفی شدم برای بخش آبرسانی هرات، تئوری از اینو در مورد اصول تصفیه آب برای از اینو ترین درس بدیم. اونجا به پی بودن که همین افرادی که بانوار مثال در زمینی سلامت ما و شما که آب یکی از رکنهای اساسی از اینو که هم بگو با سرکار داریم، هیچ کدوم اصولی نمیفهمن که چه کار بکنن. حتی موارد که علاوه صحی برای از اینا بود، سلامتی بود، همون رو هم نمیفهمیدن. با پنتون غالب که با جهاد دانشگاهی بودم ارتباط داشتم، ما گفتیم میشه رو نمونه های آبی داخل هرات ما کار بکنیم، بحث آلاینده های محیطی از این مورد ارزیابی قرار بدیم و بعد از اون بفهمیم که مثلا چه چیزهایی باعث بانی از این آسیب رسانی میشه. من تا مدتی بود در جاده بیزاد هم میگیم با شما برفتیم، مخصوصا در ایام عید که میشه شما مشاهده بکردیم که همین نوشیدنی مثل ردبول، مثل مانستر، مثل هیت، امثال از این خانواده به بیرون دیپونا زیاد گذاشتن. من یک تحقیقی انجام داده بودم قبلا، کار تحقیقاتی بود در مورد بی تی ایکس ها، بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، پورتون، متا، پارازایلن، در مورد از این خانواده بی تی ایکس ها میشه ما انجام داده بودیم که اندازه‌گیری از اینا که اگر مثلا هم سازمان سرطان آمریکا هم WHO اینا رو تحت عنوان مواد سرطانزا شناخته، بود اینا به عنوان مواد سرطانزا هستن. بودون ببینید که این مواد سرطانزا ها در کجا هست. یکی از جاهایی که اینا بیشتر موجوده در تانکای تل، کسایی که به تانک تل هستن، به کنار تانک تل هستن، خانه از اینا، این مواد مورد نظر میتونن در محیط پخش بشن چون خیلی فرارن یا ولاتیل از اینا خیلی بالایی، میتونن فراریت زیادی داشته باشن و بخارات از اینا رو ما میگیریم استشمام میکنیم، باعث بارزی میشه که شما سرطان های لنفاوی بگیریم، روی سیستم تولید مثل تاثیر گذار بشه، روی پوست تاثیر گذار بشه، واسه تاول های پوستی بشه. گفتیم ما بیاییم اندازه گیری کنیم و بعد از گفتیم در کجاها دیگه بودید رو دیدیم که در نوشیدنی هایی که ما استفاده میکنیم، مثلا نوشیدنی هایی که بانوان همین ردبول اینا گفتیم، از اینا بانوان نمک هایی که برای نگهدارنده ها مثل سودیم بنزوان، پتاشیم بنزوان، اینا نمک های نگهدارندهی که درون از اینا میریزن استفاده میشه اگر اینا حرارت بخوره، چیزی که گفتن در بین درس دفان ها شما که گرم زمانی که نور خورشید بره از اینا میخوره، بنزوات از اینا یا نمک از اینا تبدیل به بنزین میشه و بنزین مورد نظر در محیط منجر به سرطان میشه. ما گفتیم یک تحقیقی در مورد از اینا انجام بدیم ببینیم چه مقدار میتونه تاثیرگذار بشه و اندازه‌گیری از اینا داریم. بعد رو گیاهان رو داریم که چه گیاهان رو داریم و در افغانستان داریم، توسط روشه مثل SFE یا SFC ما بیم اندازه‌گیری کنیم، بعد از اون بفهمیم که این گیاهان رو داریم به دنیا بشناسیم و به چه تأثیراتی برای سلامت افراد میتونه داشته باشه. تشکر جناب دکتر. پس صحبت جناب استاد اینه که ما پژوهش یعنی حل مسئله، مسئله اجتماعی وجود داره، میخواییم به بود مسئله حل. با جزای همه همکاران و دوستان، ظاهراً پژوهش در واقع، البته ما در حوزه علوم سیاسی میگیم چون بحث علوم تعبیر ما نمی‌کنیم، در واقع چیه؟ مفهوم سازی خلأ. شما ببینید وقت پدیده، کلمه خود پدیده یعنی چیزی که قبلا وجود نداشته اما حالا به وجود آمده، این پدیده رو میان نامگذاری میکنه. به طور نمونه جهانی شدن، جهانی شدن یک نامگذاری برای یک پدیده است که در نتیجه رشد حمل و نقل و تکنولوژی و ارتباطات اینا به وجود آمد. یا مثلا کلمه جنگ سرد، جنگ سرد قبلا در تاریخ بشر نبوده بلکه یک وضعیت پدید آمده و این اندیشمند یا پژوهشگر با نگاه بسیار دقیق و عمیقی که بتونیم این پدیده ها را با همدیگه پیوند بده یک مفهوم بسازه. به نظر از من پژوهش در واقع مفهوم سازی پدیده ها هست، حالا هر چی که میتونه باشه. علاوه در علوم اجتماعی من نظرش هست. اگر در قسمت صحت عامه و طب ما تحقیقات دیگه ای داریم که به وجود آمده، یعنی کاری که اونا انجام میدن، روش هایی که وجود داره، پالیسی هایی که وجود داره، اونها رو اصلاح میکنه. با انجام تحقیق ما در حقیقت میسنجیم که مثلا همین روش طبی یا همین روش جراحی یا همین دارو تا فعلا استفاده میشه،
آیا داروی جدید موثریت بهتری داره، بیشتر ممکنه یا بهتر ممکنه تاثیر داشته باشه؟ مثلا فلان متفورمین داروی قند ضد قنده، ولی تحقیقاتی که انجام شده میگن تاثیر ضد پیری هم داره. یعنی روش های گذشته رو اصلاح میکنیم یا پالیسی هایی که مثلا در زمینه سرطان اینا وجود داره با تحقیقات جدید ما انجام میدیم ببینیم پالیسی کار داشته یا نداشته، گزارش های در مورد پالیسی جمع آوری میکنیم، اگر مفید بوده که ادامه داده میشه، اگر نه روش قبلی اصلاح میشه. یعنی همون حالت اصلاح کردن روش های گذشته رو داره. خب عرض سلام دارم من خدمت همگی. خب در پژوهش یک بحث خیلی واقع گسترده ای که در تمام حوزه ها و علوم به نحو کاربرد یا مو چی مناسب به فرد خود خود داره. در علوم انجینری بیشتر برای ارائه راهکار، یعنی شما وقتی ضرورت داریم یک راهکار ارائه بشه، پیشنهاد میشه، شما باید تحقیق انجام بدیم. مثلا امروزه مثال که اول جناب استاد زدن بحث کانکرید یا مخلوط یا میکس دیزاین هست. ببینید امروز ما از یک نوع واژه کانکرید رسیدیم تقریبا به تنوع 20-30 مدل کانکرید داریم. از کانکرید های شفاف مثلا سالون تاریک بوده، پنجره نمیتونسته، محدودیت داشتن، آمدن کانکرید نورگذر جور کردن، یا آمدن مثلا کانکرید از حالت عادی از او توانمند و فوق توانمند. مثلا برجی که یک وقت بود یک طبق، دو طبق، سه طبق، چهار طبق تا 20 طبق، امروزه ببینیم که مثلا ارتفاع به 1 کیلومتر رسیده. یا مثلا در ژاپن روی طرح کار میشه فعلا رو کاغذ 4 کیلومتر ارتفاع ساختمانه که 1 میلیون باشندر بتونه در خود جای بده. این دقیقاً برای امی چیه که ما بتونیم نفوس بیشتر در ساختمان ها جا بدیم، امکان ای که تراکم سازی بالاتر باشه. حالا این یک راه برای ارائه یک راهکار که باید پژوهش انجام بشه. ای از کجا آمد؟ رو کانکرید اونقدر تحقیق میشه، اونقدر تجربه میشه تا ای که ما بتونیم یک راهکار ارائه بدیم. و گاهی هم پژوهش نگاهی به گذشته و آمدن اون برای آینده بررسی کردن و واژه‌های مختلف دیگه میتونه باشه که اصل بس نیه دیگه. مثلا شما به بحث جمعیت اشاره کردین، یک چیز دیگه به ذهن رسیده که مسائل خیلی زیاده. معمولاً ازدیاد جمعیت خیلی زیاد داریم. یک بحث دیگه که همیشه ذهن ما درگیر میکنه تغذیه از افراد، که تغذیه از اینا برای ما مهم میشه. چون قاعدتاً شهر ایرات اگه شما در نظر بگیریم همین محدوده کال فنزون جامیه یا کلوبی رو در نظر بگیریم، اینا هم زمین های زراعتی بود یا نه؟ همین باغدشتی که ما شما داشتیم عموماً زمین های زراعتی بود، ولی هر وقت زمین های زراعتی تبدیل به چی شده؟ به خانه شده. جمعیت شهر افزایش پیدا کرده. آیا این جمعیت زیادتر محتاج به اینه که مواد غذایی رو تامین بشه یا نه؟ از زمین خالی بیشتر. اول بحث اینه که در علم امروزی به خاطر اینکه چاره برای از این بسنجن، همونطور که شما میگید ساختمان های بلندی که یک میلیون نفر داخل جا بگیره، قاعدتا مگر ابزار آلات یا زمینه های هم فراهم بشه تا بتونه همون یک میلیون نفر رو چیکار کنه؟ غذا بده. زیر ساختا فراهم بشه. کشورهای مثل امارات همسال از اینها اینا دیگه نمیان از خاک زراعتی به عنوان زمین استفاده کنن، از ریز مغذی ها یا مواد مغذی مانند آب مانند استفاده میکنن. دقیقاً کشت های از اینا مانند دلفین های بگیم داخل از اینا گردان های قرار میدن یا ماده های مغذی قرار میدن و میتونن به مقدار خیلی زیاد مواد غذایی تولید بکنن بدون از اینکه به زمین زراعی خیلی زیادی نیاز داشته باشه. تشکر. جناب استاد شما شریک بکنید. خواهش میکنم. دوستا فرمودن مرحله گوشه ابرام کردن دیگه روشن شده. بعدش من پژوهش تلاش اندیشورزانه در راستای حل مسئله و پر کردن خلای پژوهشی است. به این معنی که شبه فکر این در واقع وقتی تلاش اندیشورزانه یک نوع حرکت است. وقتی ما خیلی که تعریف میکنیم اون حرکت ذهن از معلوم و مجهول جهت حد جهت کشف یک مجهول. خب در اینجا دقیقاً است. ما یک مشکل داریم، یک خلای پژوهشی داریم که این به مرور زمان در ذهن انسان برجسته میشه و در ذهن یک نهاد برجسته میشه. بعد برای از اینکه اون تبدیل به یک مسئله میشه، برای از اینکه اون مسئله کشف شه و مستقیم ما نمیتونیم خلاصه بریم سر حل مسئله، باید یک سری مقدمات را، یک سری معلومات را، یک سری داده های را کنار هم قرار بدیم تا اینکه ما از طریق از این
معلومات و داده ها کم کم برسیم به این که اون مسئله کشف میکنیم و مسئله برای ما روشن شده. تشکر شما. با عرض سلام بله از نگاه من به این صورتی که پژوهش اولا در قالب توصیف نگاه کنیم. اول خود آگاهی باشه نسبت به اون موضوع، خود ما خود آگاه بسازیم به حال که دنبال چی هستیم و میخوایم و بعد از مرحله توصیف بریم وارد تحلیل بشیم. یعنی یک مقدار که آگاهی پیدا کردیم نسبت به اون موضوع بیایم به حال تحلیل بکنیم و بعد جنبه انتقادی داشته باشیم نسبت به موضوع یا همون ارائه راحل ها به حال که بتونیم پیش آن. یعنی در سه محور توصیفی، تحلیلی و به هر حال انتقادی. خیلی خالص. یکی از دوستانی کنار هم نشستن همینه. نگاه آقای رحیمی بود که اصلاح مسئله ما مسئله دیگران پاسخ دادن. خب این پاسخ هنوز ناقصه. تجربه ثابت شده که این پاسخ هنوز نمیتونه پاسخ قناعت بخش باشه و ما به نتیجه رسیدیم. یکی از کارهایی که پژوهش انجام میده هر نوشته پژوهشی و هر تحقیقی اصلاح مسئله اینا تحقیقات توصیفی میگن دیگه، باز از گونه تحقیقات ابتکاری نیست. شما مخصوصا در حوزه تحقیق این کارها خیلی زیاد انجام میشه چون کار تجربیه، ما با تجربه سر و کار داریم و تجربه هم ممکنه که به خطا بره و تجربیات نو جای تجربیات گذشته بگیرن. دانش و شناخت هم همینه. شناخت میگن چیزی باوریه که تا زمانی حقیقت داره که باوری دیگه جایی رو نگیره، ولی با تحقیق خیلی از مسائل میتونه مثلا بگیره. جناب آقای دکتر گفتن که حل مسئله، قبل از مسئله، قبل از حل ما شناخت هم باید مد نظر داشته باشیم. اولا شناخت مسئله خیلی مهمه. پژوهش و پژوهشگر کسیه که نسبت به دیگران دیگرگونه میبینه جامعه، خالیگاه ها رو میبینه، حالا با توجه به تخصص خود میفهمه که امروزه نیاز جامعه چیه، مسئله جامعه چیه. وقتی ما مسئله درک کردیم باید روش حل اولم یاد بگیریم و ارائه اولم یاد بگیریم. پس پژوهش حل مسئله، پژوهش شناخت نامگذاری جناب آقای کارگر بوده، اصلاح مسئله ارائه راهکار برای مسئله، تجربه مسئله و آینده اون هم گذشته و هم آینده، تلاش آگاهانه و توصیف و تحلیل و ارائه. پس نگاه هم توسعه یافت یا توسعه یافت به نگاه های همه ما که پژوهش هم توی یک نوشته و هم توی یک کار و تلاش آگاهانه ایه که این ویژگی ها دار. پس دیگه ما پژوهش به خاطر گرفتن ترفیات علمی نمی، ترفیات علمی عارضه فرعی هر پژوهش باید باشه. ما بخواهیم نخواهیم وقت پژوهش میکنیم، حل مسئله میکنیم، یک عارضه داره، او عارضه از او ترفیع علمی هم هست، عارضه او شناخته شدن بین دیگران هم هست، عارضه او محترم شدن بین جامعه هم هست. اینا عارضه های پژوهش هست. عارضه به معنی منفی اون نمیدونم. پس پژوهش باید همچون ویژگی هایی داشته باشه و پژوهش اگر نگاه هم به پژوهش چون این باشه، تعهد، تخصص، دلسوزی و آینده نگری هم به خود داره. این جنبه دیگه این معذرت به علاوه اعضای اساتید من منتظر بدم که از یک جهت بالاخره چون وقتی به دوست آمده است و بالا کردم از نگاه سیاسی آمدم دیگه به زیر نگاه هم داشتم. زنده باشه استاد جان، من سمینار پارت و خالد اون شاید که اشاره بکنم بس کار نشه استاد جان بیرون شو، ولی پدیداری یک چیز تازه در علوم بشری شامل است. یادی دیگه ای که مهمتر از اینکه در علوم تحقیقی و در پروسه پژوهش و پژوهشگری به نام استاد ما تکرر پذیری رو نداریم و نباید تمرین کنیم. یعنی یک پژوهشگر قبل از هر اقدام ابتدا باید ببینه که آیا همون مسئله که او میخواهد تحقیق بکنه تکرار شده یا نه. طوری نباشه که شخص شروع میکنه به کشف یک مشهور ولی در اخیر کار میبینه که چندین نفر دیگه یا چندین دانشمند یا پژوهشگر دیگه اون مسئله تحقیق دارن و
موضوع باید معین باشه. همه این تلاش هایی که ما و شما انجام میدیم مثلا حل مسئله نوشته شده برای خوب است که مثلا در ابتدا میام که تلاش علمی حالا تلاش آگاهانه هم در همون آگاهی هم میتونه در معنای آن مثلا علم تعبیر شه، ولی به مسیاق و شیوهی که پژوهشگر خودی کشیده باید معین و مشخص باشه که تلاش از روی علمی. وقتی که تلاش علمی بود، علم در خود روش هم داره، نظام هم داره، هدف هم داره، همین چیز داره. تشکر. من از صحبت شما دو تا مسئله گیرم. یک مسئله که شما میگیم پژوهش باید باشه، شما میشنم پژوهش باید آگاهی داشته باشه، یعنی پژوهش کرد کسی که تلاش علمی باشه، آگاهانه باشه که با مسئله بسید. مسئله دوگاه مسئله تکرارپذیری پژوهش، عدم تکرارپذیری شما عدم رو میگیم. بله، منظور ما بحث پیشینه پژوهش نبود. ما وقتی میگیم که شما یک راه حل میبینید، اون راه حل علمی شما باید توانایی تکرار داشته باشه. در علم همین چیزی رو میگیم. وقتی وارد بحث علم میشیم، میگیم علم زمان ثابته که قابلیت تکرار داشته باشه. خب دو تا هیدروژن یک اکسیژن یک مولکول آب بشه، اگر آقای محمدی این کار انجام بدن باید آب بشه، اگه من انجام بدم با همون شیوهی که شده در همون فضای خاص باید آب بشه. این تکرار من به نظر ما میاد. اگر من تکرار به ذهن شما خلق کردم که کار دوباره پژوهش انجام دادن بود، معذرت میخوام. خواهش میکنم. مسئله پژوهش بعد، مسئله پیشینه پژوهش مسئله جدا دارم. ما حق نداریم حرف علمی تکراری بزنیم که وقت دیگرانه. که باز میگیم که هیچ کسی حق نداره تا اینکه مطالعات مسائل دیگر و پاسخهای دیگران بررسی کردن دست به پژوهش بزنه. شاید مسئله برای من خلق میشه که چرا این رنگ چای سبزه، خب شاید من نفهم، دیگران شاید سر از این صحبت کرده باشن که چرا رنگ از این سبزه. اول برم اگر دیدم که در پاسخهای هیچ یک از آدمهای کنه خاکی در مورد سبز بودن این چای کنه زرد مو سبز میگم حرف زده نشده بود، اونجا من حق دارم که کار بکنم. بخاطر اینکه باید منابع مصرف میشه، وقت مصرف میشه و کار تکراری در تحقیقات امروزی دیگه قابل قبول نیست. اما مسئله تکرار مسئله چیز دیگریه که ما یک مسئله علمی یک نظر علمی رو ارائه میکنیم باید قابلیت و با یک بار تکرار شدن یک مسئله او رو نمیتونیم ما تصدیق علمی بکنیم. تشکر وقت عزیز و بخیر. به نظر من خود پژوهش یک کار علمیه یا یک فعالیت علمیه که دغدغه برای پژوهشگر یا در ذهن از او وجود آمده و به دنبال راه حل از او هست. خود پژوهش با مدن دیدن یک سری از پرنسیپ ها صورت میگیره و معمولا پژوهشگر میره خود از او میره به دیدار پدیده ها و برای به دست آوردن قانون و معرفی قانون که بخصوص ویژگی های علمی که دوستان همینی گفتن که بس تکرار پذیری از او هست، آزمون پذیری از او هست، بیشتر هم جناب استاد گفتن بس تکرار پذیری من رشته به علوم سیاسی هست. مثلا ما میبینیم در جوامع به اصطلاح عقب مانده انقلاب ها بیشتر صورت میگیره، نظام ها بیشتر از بین میره. کتابی که جناب دکتر محمدی چند روز قبل گفتن چرا ملت ها شکست میخورن، Why Nation Fail از آقای اوغلو هست، او هم آمده این بحث یعنی پژوهش انجام داده چرا در بعضی از نظام های انقلاب اتفاق میفته در صورتی که ویژگی های شاید یکسان باشه و در بعضی چرا اتفاق نمیفته. یعنی خود پژوهشگر از نزدیک میره به مسئله یا اون دغدغه‌ای که در ذهن از اون هست نزدیک میشه، به اصطلاح عامیانه یا اصطلاح انگلیسی هم بگیم او تچ میکنه و میخواد واقعیت بیان کنه و برای جامعه گویا کمک داره باشه. که خود این کمک میگه موضوعی که شما گفتین یا هر کسی که مثلا میخواد تیزیس و ماستری رو انجام بده و یا نوشتن رساله او هم میتونه پژوهشگر باشه. دقیقا بر به این میگرده که ما
به اصطلاح موتیویشن داره، اینترنال و اکسترنال موتیویشن داره، انگیزه بیرونی داره یا انگیزه درونی داره. اگر این انگیزه درونی باشه ما میتونیم بگیم فرد پژوهشگر، ولی اگر انگیزه بیرونی بود به خاطر مادیات بود و یک سری از گرفتن سرتیفیکیت ها و اینا رو هم پژوهشگر شده نمیگه. البته خود پژوهش در حوزه علوم طبیعی و علوم تقریبا میتونیم انسانی بگیم یک سری از شرایط های داره، یک سری از تفاوت هایی داره. اصلا ما تشکرش بخورش اصلا ما من در حوزه ادبیات ها مثلا ما در حوزه متن پژوهی یک نوع روش داریم، در حوزه نظم یک نوع پژوهش داریم، نقد ادبی ما یک نوع پژوهشه، سبک شناسی ما در یک ادبیات بیش از 30-40 نوع روش پژوهش داریم، چون هر دانش هر مسئله از خود راهکار خاص خود داره، چون مسئله متفاوت، مسئله یکی که برای ما تعیین میکنه که روش ما چی باشه. حالا میخوایم میزان درآمد شهروندان شهر هرات کار بکنم، بگم که میزان حد میانگین یک نفر در شهر هرات چقدره؟ خب من بشینم داخل کتابخانه بنویسم آیا میتونم به پاسخ برسم؟ حقیقتا نمیرسم. روش بعد من چیکار میکنه؟ من خود مسئله روش من تعیین میکنه که تو باید پرسشنامه داشته باشی، مصاحبه داشته باشی، آمار داشته باشی، احصایی داشته باشی، میزان کارمندان ببینی، میزان بیکاران ببینی. پس اینا چیکار میکنه؟ روش من تعیین میکنه. ما مسئله اول ما مسئله پژوهش بود که به این نتایج رسیدیم با دیدگاه حال همدیگر که پژوهش بس چون این چیزیه. خب حالا کسی که با این مسئله سر و کار داره اون میگیم پژوهش که مسئله دوم خود کار در کنیم. خب استاد که اشاره مراجعه شما چطوران دادم استاد برداشت میشه که واقعاً پژوهش یک فرایندیه در نقطه شروع میشه و در بمون خلا و مسئله چند مرحله تایی میدونه و بلاخت بولا نقطه اول میرسه یا خلا پر میشه یا اینکه باید هم به پاسخ نرسه دیگه را پاسخ نتکیم دیگرم دوستان که به ارتباط علوم سیاسی صحبت کردم من فکر میکنم بیشتر تمرون مسائل علمی چون دوست ما گفتم که عدم تکرار باید در پژوهش وجود داشته باشه برعکس ویژگی های یک کار علمی هم اینه که قابل ابطال باشه، قابل طبقه بندی باشه، در شرایط مشابه نتیجه مشابه داشته باشه، قابل تکرار باشه. اگر واقعا امروز عدم مثلا قانون پذیری یا عدم آگاهی از قانون سبب لطمه زدن به دیگران میشه یا سبب تورور و اذیت دیگران میشه، شما مطمئن باشیم یا ضعف حکومت در تطبیق قانون یا آسانگیری یا همین پدیده ها در یک جامعه دیگه اگه وجود داشته باشه احتمال داره برای خیلی مردم جامعه سازمان تکرار باشه تحقیق باشه پروسی تولید یا فرآیند تولید آب معدنی میره تحقیق میکنه نه چه نیاز است که باز دوباره عدم کی بود خب اون فرض میگم اون باید به معنی که شما تجویش ما تکرار نباشه یعنی یک طریق شده در ارتباط به او نتیجه به دست اومده واضح شده روشن شده نیازی نیست دوباره تو کار علمی قابل تکراره حتما باید حتی ابطال پذیره شما وقتی به نتایج جدید دست پیدا میکنیم چیز واضحه که در گذشته چیزی که وجود داشته منتفی شده دیگه قابل قبول بیه مثلا نسل های جدید که وجود میره در مثلا تکنولوژی شما میبینید نسل یک دوستی میره با ویژگی دیگه دوتا نگاه حاکم در بحث ها وجود داره یکی اینکه نگاه مطلق‌گرایی که بیشتر مربوط به جناب آقای دکتر ریسیون کنم که اینا چون میگن دو مالکول هیدروژن خدای یک مالکول اکسیژن میشه آب میگن که زمین با آسمان بخوره آسمان هم به زمین بخوره همین دکتر همین حال میشه نگاه علمی نگاه بیشتر مطلق گرایی اما در علوم سیاسی در علوم سیاسی در علوم سیاسی بحث همینه یعنی اگر یک دیدگاه زایده میشه در کنار صدها و ممکن هم در یک بحثی که هست آقای دکتر روشنی صحبتی که میشه در بحث از اینکه تکرار میگه ما شما یک کتاب مقدس داریم به نام قرآن که ولی تفسیر چند تا داریم بی‌نهایت این از همه قرآن هر کس بیان بوده و همه اندازه بسکا تمام خود رو تفسیر کرده پس میتونه مگر ما میگوید که با مثلا یک تفسیر که بیان بوده کشاف که هسته دیگر را دیگر مگر نباشیم
از جارولایز آفشر میشه. پس به همون خاطر که هر کس از دید خود از زاویه خود خود یه مدل تحلیل کرده است. خب در نگاه ساینسی، حالا علمی نمیگم دیگه، ساینسی رو معمول علمی میشه. در نگاه علمی بیشتر مطلق گراییه، منتها زمان اونا پا به قبول خلاف حرف میدن که تجربه رو بده نشان بده. تئوری بگیم که نه، دو مولکول هیدروژن و یک مولکول اکسیژن آب نمیشه، آتش میشه. من یک چیزی که میگم یک مثال بگم بزنم. هم که شما دوره مکتب بخوندید، AX مربع جمع BX جمع C میشه معادله دو مشوله. توش میگن دلتا مثلا میشه با B مربع منفی 4AC، X یک X مثلا میشه منفی B مثلا نتیجه دلتا تقسیم بر دوتایی میشه. در تمام دنیا بریم همینه. انجینر صاحب محترم است و کلکولاس اینه میکنن که تصمیم بر چی میخواد کرواچر میکنه. کرواچر که حساب بکنه فرقی نمیکنه. اونی که به آمریکا هم هسته همون حساب میکنه، که به افغانستان هم هست مجبور همون فرمول استفاده کنه. که شما زمانی که میگین که در بحث فیزیک میشه میگه که سیگما اف یا میگه به فونسه میشه سیگما ام یا مجموعه ام ضرب در ام شی در تمام دنیا ثبوت میشه که میگه این فرمول فرمولیه که این کاربرد پیدا میکنه اف نیرو مساوی میشه با مجموعه کتلا ضرب درش میشه تجدید یا شتاب میشه. اینا چیزیه که مطلق میشه دیگه، تغییر پذیر نیست. در حوزه علمی تکرار میشه. حالا دیگه جغرافیا و مکان صحبت که میشه بحث آقای دکتر حسین بکردن از داروان جمهوری کردن در بحث های علوم اجتماعی که مطرح میشه بحث نهاد میاد مطرح میشه. نهاد که میاد در علوم اجتماعی مخصوصا در علوم سیاسی و علوم اقتصادی که مطرح میکنه به عنوان قواعد بازی در جامعه میگن. داگلاس مورس میگه اینا قواعد بازی در جامعه هستن، اما خود داروان جمهوری زمانی که مطرح میکنه علاوه بر قواعد بازی در جامعه بعضی چیزهای دیگه هم برای اضافه میکنه، میگه اینا مجموعه از اینا میتونه باعث بنیاد بشه که یک ملت شکست نخوره. بزرگی که جناب صاحب خیلی معذرت گپ از گپ رو میخواد شما هم شیوه دیالکتیکی کردیم بعد بزنیم بعد در اون موضوعی هم که ما ترجمه کنیم جناب صاحب در فهم مهمتر یک بحاظی شده مثلا درست میگه نیاز جامعه و نیاز جامعه اما موضوعی که ما ترجمه کنیم بحاظی شده باشه نه شاید ما یک مسئله رو به اسلام میگذاریم فیصدی بالای هر میگن که شما مثلا در رابطه با چگونگی تشکیل شدن یا چگونگی خلق کفش های پلاستیکی بریم تحلیل انجام بدیم. خب این کجای درد جامعه مثلا دعا میکنه یا چی خدمت به علم کرده میتونه که ما بریم در رابطه با کفش پلاستیکی تحقیق کنیم؟ اگر درد دعا نکنم اون تو ضعف برطرف نمیکنه. آها یک پاسخی هست، یک پاسخی به سوالی هست در جایگاه فرضش داره منتها در تحقیقات مخصوصا در تحقیقات اجتماعی ما اولویت تندیر منده داره. شما وقتی موضوع انتخاب میکنیم و موضوع به عنوان مسئله رو ایجاد میکنیم در قسمت مقاله بازم صحبت میکنم در این خب ببینیم که بین کدام مسئله پاسخ نیازه که سریع تر انجام میشه. منتها هیچ پدیده ای در دنیا نیست، هیچ پاسخی در دنیا نیست که بیارزش باشه. هر پاسخی حتی به این میارزه که ما او یک باری ببینیم و شاید در زندگی من هم در زندگی دیگری استفاده بشه. در کسی که در روستا زندگی میکنه کفش پلاستیکی برای از او خیلی اهمیت داره. چرا؟ چون پول نداره، چون کفش پلاستیکی برای از او دوام بیشتر داره. برای من که در شهر زندگی میکنم کفش پلاستیکی ارزشی نداره. بله. چون مسئله مسئله من نیست، مسئله دیگران هست. استاد یک دو تا موضوع هست، یک موضوع ادامه برنامه ماست چون وقت هم باید در نظر بگیرید. یک مسئله بیه بس پل پذیری که خیلی تاکید مهم کارل پوپر شاید یکی از بزرگترین اندیشمند در این حوزه باشه. آقا جان ابطال پذیری قاعده است، هر علمی که ابطال پذیری رو نپذیره مثلا بس علمی نکده. هر قدر اکتشافات جدید شود روش های علمی هم ممکنه تغییر کنه. شاید H2O در داخل زمین آب شود، شاید در کریمیر چیز دیگه شود، شاید داریم ماه یه چیز دیگه شد، فرمولا کنه اونجا دیگر بود شد. پس ما میبینیم که هر قد اکتشاف زیاد میشه ما باید به ابطال پذیری بودن نه ایمان داشته باشه که ممکن یک زمانی در یک جای دیگه همین فرمول ما باطل شد. نه اگر ادامه بدیم شد بس پیجوش زیاده منتها بس جمع میکنیم خلاص شد. اما دیگاه هایی بود که با هم دیگر مطرح کردیم. خب حالا این آدمی که قرار به این مسئله که به عنوان پژوهش بپردازه ما پژوهش کردیم. خب چند تا مسئله آیا هر دانشمندی پژوهشگره؟ هر عکس از اون میتونه باشه هر پژوهشگر دانشمند باشه ولی هر دانشمندی نمیتونه پژوهشگر باشه. دقیقاً همینه. هر آدم پژوهشگر باید دانشمند باشه. باز مخصوصا در حوزه علوم اجتماعی وقتی ما میایم بحث میکنیم
مثلا آقای کارگر میان در مورد یک نظریه بین الملل میخواین صحبت بکنن، باید جامعه افغانستان رو بشناسن، جامعه شناسی بفهمن، باید زبان بلد باشن، باید فرهنگ بفهمن. آدم علوم اجتماعی باید یک آدم دایره المعارفی باشه. آدم های علوم اجتماعی نباید تخصصی فقط بگم بله من یک رشته یاد میگیرم به عنوان تخصص، سر از اون وقت بیشتر میذارم، ولی محقق و پژوهشگر علوم اجتماعی محققیه که دانش های متفاوت اجتماعی بفهم، چون قرار بره جامعه نسخه بپیچه. مثلا یک فقیه میای یک نظریه فقهی برای جامعه را باید زمان بفهمه، باید تاریخ بفهمه، باید فرهنگ بفهمه، باید اجتماع بفهمه. اگر اینا نفهمه یک فقه خوش که باشه که نتیجه میشه همین جنجالایی که امروز ما شما داریم. پس آدم پژوهشگر علوم اجتماعی باید دایره المعارفی باشه. حالا علوم ساینسی هم باید بفهمن چیزای دیگری. خب منتها نیاز ندارن به اندازه آدم علوم اجتماعی دایره المعارفی باشن، یعنی تمام دانش‌های دیگری را مد نظر داشته باشن. پس اگر من دانشمند باشم لزوماً پژوهشگر نیست، اما اگر پژوهشگر باشم لزوماً باید دانشمند باشم. پس وقتی ما می‌خوایم وارد حوزه پژوهش بشیم باید دانش کافی و حوزه‌ای که می‌خوایم نظر بدیم داشته باشیم. خب من یک تعریف از اینجا بردم، دیدگاه خیلی زیاده راجع به پژوهشگر. پژوهشگر کسیه که در یکی از رشته‌های تخصصی خود آگاهی را حساب شده و منظم و مرتب در انبان ذهن ریخته است. خب این یکی. و بیاییم باز از ویژگی‌های پژوهشگر شروع بکنیم که تا پژوهشگر تعریف کنیم. پژوهشگر کسیه که دید منطقی داره، ابتکار عمل داره، شکیبایی داره، پشت کار داره، پایداری داره، آمادگی داره برای رویارویی با چیزها. میتونم موضوع محدود بکنم، در دانستن مطلبها دقت داره، نصادی داره، ذهن او در برابر دیدگاه‌ها و مقابل چی میکنه، روی علمی داره، شجاعت داره، نترسیدن داره. همینا همه بگیم میگیم پژوهشگر. یعنی پژوهشگر یک آدم متفاوتی از یک قطار از آدم هایی که میده. ممکنه در حوزه علوم روابط بین الملل 100 تا متخصص ماستر رتبه داشته باشه، در بین از اینا 5 تا دیگر گونه ببینن و برای از اینا مسئله خواهد باشه و بزنی مسئله خواهد باشه. پس پژوهشگر سعی میکنه پاسخ بده مسئله شما، و وقتی میخواییم پاسخ بده و مسئله درک کردیم دیگه باید اون عارضه های فرعی تحقیق دیگه مد نظر داشته باشیم. پژوهشگر باید به مستقل دیوانه باشه که بدون منفعت بخواهی برای دیگران خدمت کنه. زمانی میتونیم پژوهشگر واقعی باشه که هیچ چشم داشته از هیچ کس نداشته باشیم و موضوعات و مسائل پاسخ بدیم و به دیگران در اختیار ما قرار بدیم. ممکنه مثل گالوده مجموعه بدون هم بزنیم. گلیه که جردن بارونور زنده زنده در آتش سوزانده. مثلا اون نفر دیگه که ایوان کپلر همی برای بسر اول ابن سینا از این کوچه به اون کوچه میجیست. جناب استاد، فرمان شما بجای با توجه در شرای کشور و در مجموع شرای درخواست معزده حرف شما کامل در خلاجه است. منتها لازمان این دوره نیست. در جهان کنونی بسیار از کشورها این روز به عنوان پژوهشگر به عنوان ارزش سلاح نگاه میکنند و مراکز پژوهش به عنوان یک صنعت نگاه میکنند که بخش زیادی از تولیداتشان در عرصه اندیشه، فرهنگ و حتی علم از طریق از مراکز صورت میگیرد. بنابراین خیلی همچی بیموزد هم نیست. یعنی کسانی که در کشورهای دیگه کار میکنند درآمد خیلی بالایی دارند نسبت به کسانی که صرفاً به تدریس یا کارهای دیگه میپردازند. بنابراین خیلی وقتا کشورهای دیگه نظاممند، ساختارمند و با یک پشتوانه عظیم مالی این کار صورت میگیرد. حالا در کشور ما درست نداره. بله، ما با توجه به وضعیت خود خود صحبت میکنیم. مسئله خود فرمودهای شما جناب استاد بله دقیقه. خب میآیند کشورهای دیگه میلیاردها دلار سر بحثهای تحقیقاتی بگیرند. خب چند تا پروژه علمی سوال برای ما وزارت تحصیلات عالی میده که اینا شما حل بکنید و باید هم بودجه بدید. ما خب سن من وارد 34 میشم،
تبعات ندیدم که وزارت تحصیلات عالی یک سوال داده باشه بگه بگیریم دانشگاه ها مراکز تولید این کشور همین های دید ما دیگه مراکز تحقیقاتی نداره این سوال 50,000 افغانی یک بگه افغانی میدیم برای از این سوال پاسخ شما به دانشگاه ها هم نمی کنه متاسفانه ما از دانشگاه یک قسمت کوچک از او نمایندگی میکنیم که تدریس اصل مسئله در دانشگاه ها تحقیق به خاطر چی دانشگاه باید پاسخ بده مسائل خب چرا نظام ها در افغانستان نمیمونن؟ چرا در افغانستان استاد میگه ملت شکل نگرفته جامعه شناسی بیاد پاسخ چرا در افغانستان میزان بیکاری زیاده اقتصاد دانه بیاد پاسخ چند تا پاسخ یک چیزی بود آقای دکتر در تکمیل گفتگاه شما در بحث از اینکه همین بحث کرونا که رخ داد هم ما شما شاهد بودیم اتفاقا در دنیا کسی که بایولوژیست هایی خیلی خوبی بودن و در این زمینه کار میکردن آمادن به رو بودن که شما بیان در زمینه تولید واکسن از این کار بودن یکی از بایولوژیست ها جمله بسیار خوب گفته بود در کمبود پوله های مدیونی که شما به بسی و رونالدو میده برای از را بگیم بیان واکسن تولید کنن بگیم ما نگه و در قرن 20 اتفاق جالب اینه که قرن 20 یک کاره که ما و شما هر شاید یاد بود یک برندی که در آمریکا که عنوان مانکن هسته کیم کارداشیان ثروت از این میشه 300 میلیون دلار. ولی نیکولاس تسلا یکی از اندیشمندهای آمریکایی که خدمت میکنه با آمریکا در فقر به تمام معنا میمونه یعنی جامعه علمی همیت جامعه علمی داره همون جمله که برای شما گفتون سایب رزق و روزی نمیشه دانشمند در همین بدبختی داره بیچارگی داره همون تو آقای دکتر میگن دقیقاً همینه دانشمند که از پای پیشی نگره همین راه وارد میشه همین پیار هم دیگه به تنها چیکار کنه بماره همین بدبختی هم داشته باشه من همین جوردانو برونو که برای شما گفتم که در قرن 16 میلادی هسته شما برید نگاه کنید زندگی از این بیچاره و بدبخته که در میدان گلهای شهر روم در میدان کامپیوتر تئوری پیر زنده زنده در آتش میسوزانند فقط جمله‌ای که بیان میکنه چه چیزه در آخرین لحظات عمر خود میگه هیمنه تیزم که جمع کردم میگه یک پیرزنم میره یک دونه هیزم میندازونه به نام خدا میگه زبان از یک بک بریده بیدن اما یک جمله‌ای میگه که در طول تاریخ ماندگار میشه میگه لعنت بر این جهل مقدسشون دانشمندان همیتو بودن ولی از اینکه مردم آگاه بشن جان دادن واقعا در همین راه بودن خود رو فدا کردن پژوهشگرها به واقعیت بیم بگیم حتی برای مثال پیش شده بود شاید برای خیلی از شما پیش شده آیا ممالک ما به شهید بیشتر نیاز داره یا دانشمند یا پژوهشگر قربان دینی ما همه که ما اول به داخل دادم ما احمد اول به داخل دادم ما احمد اول به داخل دادم والا خو شهید پیش است دیگه دانشمان از شهید پژوهش کرد خب اتفاقا جالب اینه همین جوردان برونو اونا میگن شهید راه علم شده اینا کسی که در راه علم جان خورد دست داده دقیقا همین رو میگم پیش خب یک مسئله دیگه هم بگم که ما در دانشگاه ها کار میکنیم یک قسمت خیلی که خیلی خوب در از رو انجام میدیم که تدریس کار استاد دانشگاه و کار نهادهای تحصیلی تدریس اگر تقسیم صد بکنیم 5% یا 10% دیگه 80-90% رو دیگه تحقیق که باید باشه دانشجو هم باید تحقیق باشه باید بشینیم سوال حل میکنیم اگه قرار باشه حفظ کردن مبانی آدم چی باشه کتاب خانه و سر چوبی سینما کیا رو کنیم 10,000 جب کتاب داخل میزنیم بیای شهر رو خوب کنه میکنه؟ نمیکنه پس دانش باید کاربردی بشه و تحقیقی به دانش کاربردی و یک مسئله دیگه مد نظر داشته باشیم ما هر چی بفهمیم با تحقیق بیشتر میفهمیم ما برای ما گفتن که قدم رسیده برای نوشتن شاید از استفاده دیگری هم بشه ما با تحقیق و پژوهش میتونیم استفاده دیگری از این هم یاد بگیریم این مثال میگیم که استفاده دیگری بشه تحقیقی که با ما یاد میده و استاد دانشگاهی که با پانکینی که تحقیق میکنه و پژوهش میکنه بیشتر میتونه بفهمه وقتی بیشتر میتونه بفهمه با روح خود خود بیشتر میتونه به دیگران یاد بده به دیگران محرک بشه دنیا از اینکه زندگی خود رو تغییر بده مگر دانش غیر از اینه که ما کسب میکنیم که زندگی ما بهتر بشه متاسفانه در 20 سال گذشته فایده نداره
که من از دانش بخاطر از اینه که مدرک بگیریم بعد صبح بگیریم کارای انجام بدیم ولی دانش تحول نیاورد در جامعه ما با تحقیق باید رو کار انجام بدیم خب من خلاصه خیلی خلاصه نگاه شما دارم چون بخش عملی کار زیاد داریم فقط یکی دو نفر از دوستان نگاه خود خود جنبندی بکنه پیرامون پژوهشگر زیر تمام بکنیم که در این طرف بسازیم با فرج ایتا و مشیدن هم استاد که آگاهانه و کشف هم اجمیلات میکنم از این در خیلی میکنم آلمانه و آگاهانه با استفاده از همون دستو گوهرش خب بس هم اینا بود در مورد پژوهش و پژوهش کردیم بریم سر مسئله بداشتیم استاد اگه از طریق پژوهش این مطلب تو اینام به دست بیاره آدمی جز اخلاق پژوهشی هست نیست؟ شما قرارداد میکنه خواهد مؤسسا پژوهشیه خب دانشگاه خب یکی از وظایف خب که تحقیق باشه فراموش کرده من مثلا میایم یک شرکت مواد غذایی ایجاد شرکت مواد غذایی میخوام ایجاد بکنم پول دارم سرمایه دارم ثروت من میام به دانشگاه میگم که شما حوزه اقتصاد کارشناس دارین چند نفر به ما معرفی بکنم بیای نیازهای مواد غذایی شهر هرات بررسی بکنه حالا باز من بخوام اقتصاد رو یا کار تجارتی خود بررسی بکنم میگم بررسی بکنه پاسخ رو به من بده 20 سوال در قبال این پاسخی که به من میدیم رو نتیجه این میدیم من اینقدر هزینه میکنم مشاوره دیگه هم این کارا اینو معرفی و دانشگاه ها هم همین کارا رو میکنه همه دانشگاه ها یک قسمت به نام پژوهشکده داره که اونها کار از اونا دریافت پرسش های رو برای از اونا پاسخ میدن پول میگیرن دانشگاه افغانستان به خاطر درآمد بسته میشه که تحقیق نمیکنه نیازهای جامعه خود کالای دانشگاه رایه حل اگر این کالا داشته باشه منجر به بسته شده استاد بسیاری از اساتیدی که در افغانستان که در کشورهای خارج پناه بردن جناب استاد همراه در اون مراکز مطالعاتی مثل سید الفان مثل سید موسوی اینا کار میکنن همکار پژوهشن همکار پژوهشن خب جناب استاد ببخشید خلاصه که باز من بعد از شما یک در مورد پژوهشگر که شما میگین یک بحث صحبتی که میشه معمولا به ذهن من شما بیشتر فیلسوفا یا فلاسفه زیادتر خطور میکنه که اینا آدم هایی بودن که در طول تاریخ کارهای بزرگ انجام دادن با نظریاتی که داشتن مثل بودن مسائل مشکلات یا جامعه به نوعی به سمت همون رفرمیست یا اصلاح گرایی سوق بدن یوستین گوردر در یک کتابی داره به نام دنیای صوفی که با سین نوشته میشه بسیار زیبا بیان میکنه میگه تفاوتی که این افراد با افراد عادی جامعه دارن حیرت از این از بین نمیره مثل با چی خوردی که به چیزی نگاه میکنه حیرت میکنه اینا اما قوه حیرت از این همون که ادامه دار بشه مثالی که اونجاگاه بیان میکنه مثال خیلی خوبیه که شما فکر بکنه که یک سری افراد هستن بر روی خرگوشی اینا زندگی میکنن که یه خرگوش موهای بلندی داره میگه بعضی از افراد هستن در قسمت تحتانی از این خرگوش هم. اما قسمت هاش رو که در بقید ما شما لم بدم خوب سرعت میکنن دیگه نیازی به بالا رفتن رو دارن اما یک تعداد هستن که از این موها چه کار میکنن بالا میرن تلاش میکنن کوشش میکنن تا دنیای بزرگتری ببینن اما بحثی که سمت بهرنگی در ماهیسی های کوچولو خود خود میکنه که در یک برکه زندگی میکنه بعضی میگه به دنیای کلانتر مایم ببینه که از اونجاگاه میره عبور میکنه و در یه آهارت میبینه دقیقا آدم هایی که مایم بفهمن همون جسارت حضیر دارن که خیلی چیزا به جان بخواهن هم یک بحث دیگه هم در بحث پژوهشگر اینه که پژوهشگر اساساً باید پایبند به موازین و همو اخلاق حرفه‌ای و انسانی باشه. همین الان بسیاری از دانشمندان ما داریم در سطح جهان که مخالف او چیزی که واقعیت دارن ابراز نظر میکنن. خصوصا در بحث همین آلودگی هوا همین الان دانشمندان خیلی مطرحی دارن که اصلا میگن به بحث انتشار گازهای گلخانه‌ای بحث آلودگی هوا اینا اصلا هیچ ربطی به موجودیت سرطان ها و دغدغه‌ای که برای بشر شده نیه و اونا دقیقاً در خدمت سازمان های بزرگ تولید و توزیع مواد نفتی و مواد انرژتیکی کار میکنن یا در زندان ها اگر شما سری بزنین خیلی دانشمندا و پژوهشگرای حرفه‌ای زندان هاین ابتدا ویروس رو خلق میکنن باز انتی ویروس کلن پس میه تحقیق به دسترس سیاست و دسترس اقتصاد قرار میگه تا اینکه بتونه از مردم مایه بکشن و خیلی هم دانشمندای خوب دارن که واقعا در راستای موازین اخلاقی کار میکنن و صادقانه کار میکنن یک اصل است که انسان پژوهشگر
باید که اصول اخلاقی دارد بکنم که ما یک کمیته داریم خب که برای تمام علومه شما ما مثلا مجلده داریم باز بدن سر بزن که وقت مجلده داریم شما باید از اصول اخلاقی پیروی بکنیم و او سیاست نامه ها هست برای هر نشریه باید یک سیاست نامه این برای اخلاق داشته باشه ما در مرکز تحقیقات و کمیته اخلاق در پژوهش جوانه و اخلاقی داریم که بعد در اونجا باید برای هر تحقیق کد اخلاقی صادر بکنن که این برای کسی توهین نکنه آزمایشاتی که انجام شده به کسی آسیبی نرسونده بعد نتیجه از او به کسی آسیب نرسونه بعد اون تا خود دنیای سیاست دنیای خودخونه و دنیای اقتصاد و پول اینا دیگه اونا نمیشه بگیم که ما نباید بریم به سمت تحقیق جناب استاد گرامی بباشیم یعنی بحثی دیگه هم که اینجا مطرح میشه بحث تجربه گرایی هست خیلی از افراد در جامعه هستن حتی در سطح کلان به هر حال که مدیریت های کلان را انجام میدن ولی الزام و تعبیری میبینی که آدم دانشمندی نیست مثلا آگاهی نداره نسبت به ولی یک نوع کاریزما یا یک نوع رهبری در مدل خاص تعریف شده برای خود خوب هسته که خیلی وقتا میبینی از دهات پژوهشگر میتونه زودتر به نتیجه میرسه و به هر حال دهات پژوهشگر دیگر هم بعدها دنبال ذهن همین برای من مسئله هسته که حالا نمیخوام شاید درست مطرح کنم به هر حال خود این آدم های تجربه گراه به چیز رو هستن آیا اینا هم پژوهشگر محسوب میشن بدون از اینکه یک فرد هیچ علمی نداره یعنی آگاهی خاصی نداره ولی در همین حیطه وارد میشه و به هر حال میبینی یک آدم بسیار موفق میشه پاسخ دقیقی نمیتونم قطعی بگم چون نمیفهمم مطالعه نکردم یک احتمال وجود داره خب تجربه ما بعضی ها شم دانایی داره و زندگی با تجربه زندگی بعضی ها زندگی با دانش دیگران، با تجربه دیگران زندگی حالا اگر او آثار تولید نمی کنه، آثار در عمل از او دیده میشه خب میفهمه که با مردم همین منطقه چگونه رفتار بکنه و سیاست اداری چگونه تنظیم بکنه و اونا رو باز در حوزه اقتصاد به جای مدیر که کار او پژوهش و حل مسئله اینا رهبر و رهبران اکثرا خوهای آگاهانه دارن و خوهای والای دارن و پرورش یافته یه حالا محیط بر اون اثر گذاشته خود اونها به تفکر با داشته شده هستن ولی آثار تولید نمی کنن آثار اونا عمل میکنن منتها من تا به حال راجع به این مسئله فکر نکردم که از نگاه پژوهش کردیم راجع به این مسئله بله از دیگه نگاه فکر کردم بدون که خب چگونه میشه منتها دیر بیام پیوند بودم با پژوهشگر که جبین آیا آدم رهبرم پژوهشگر هست یا نیست تا بارم نخونم و به همون خاطر هم پاسخ نمیدم که ذهن شما خواهد من یک جوری میده جمله بسیار معروف میمید از سقراط یا افلاطون بیان میکرد میدفت یا حکیم ها حاکم باشن یا حاکم ها حکیم باشن یعنی گفت که یک حاکم که هسته باید دانشمند باشه این ویز برد بگفت معمولا نمیگه حکومت میگه به دست از این افراد میشن که ویز برد اینا کنید میگم شکسپیر جمله بسیار زیبایی داره میگه بعضی ها بزرگ زاده میشن بعضی ها بزرگی کسب میکنن بعضی ها بزرگی بر اونا سوار میشن اونایی که بزرگ زاده میشن اونا فکرهای بزرگی داره همیشه من همیشه جمله میگم استاد راهنما همیشه بیان میکرد گفت که هر موقع خداوند به کسی پست مقام میده ظرف رو بده اگر ظرف کلانتر باشه فرد داخلی گم میشه اگر ظرف کوتاه باشه از روی میفته که پس ظرفیت میگه همون کاپاسیتی با همون شخصیت فرد با همون اندازه فرد با هم دیگه همکاری داشته باشه حتی در مورد جوانب اخلاقی که صحبت میکنیم رو در جنگ جهانی دوم زمان که آمریکایی‌ها بگفتن بمب به اتم استفاده کردن که اتمون پیتر بوی و فیل فتمن و روی هیروشیما و ناکازاکی استفاده کردن دو تا دانشمند در محدوده در آمریکا رئیس جمهوری که حکومت میکرد هری ترومن بود و در انگلستان فردی که حکومت میکرد وینستون چرچیل بودن اینا به نزد وینستون چرچیل لیزبور رو دانمارکی رفتن اینا و به نزد هری ترومن ریچارد به برنهایمر رفتن برنه گفتن که آقای رئیس جمهور گفتی که شما یک بمبی که استفاده کردید تعداد خیلی زیادی از افراد بیگناه کشته شدن دست ما تا آرنج به خون از اینا آغشته شده چکار کنم گفت دست ها خروشی پاک میشه یعنی نگاه یک سیاستمدار با نگاه یک دانشمند فرق میکنه اینا و زمانی که نیلزبوه رفت به دیدن ویستون چرچیل رفتن تا قبل از اینکه کار انجام بشه و پروژه منهتن به جواب برسه نیلزبوه به ویستون چرچیل به مقصر خودتون میپذیره زمانی که این کار انجام شد نیلزبوه برفتن اونجا
برای همون سکرتر یا منشی گفتن که این دانشمند آمده گفتن از ابتدای این پیرامد و برگرو نمستان بیرون کن کنه. پس دانشمند ها تا زمانی بکار میشن که موان ابزار باشن، زمانی که ابزار خلاص میشه تو خیلی خاصر شما خلاص. سید جمال الدین افغان خود ما شما بایم هر کشور میره تو خلاصه تشت آب رو مفسیدین و حکمان ظالم رو بگر میره تو تکلیم میکردم یا زده زده بیرون میزدم دانشمنده هم بیشتر نمیشه دیشتم بر مدار سوال خب افرادی که پروزماتیک هم یا شرکت پروزماتیک دارم در حقیقت ذاتن از یک نیروی خانگرانده و خانتار هم توانایی تحصیل بزرگ بر هر پیده دارم و ویژگی دیگه که اینا دارم حالا خواندن و نوشتن و رفتن به دانشگاه شاید نرفته باشم اون تا دانش کاربردی یعنی فعالیت و عمل دارم رو اساس اینا رسیدگزیر هم در لایه های قانون و اصول و کتاب خیلی ترگیز میم هر کار فوراً انجام میدم و چیزی که فیلن در کشورهای مثل افغانستان و جهان سامال عدم توصیه رفته وجود داره مفاهیم زیاده، حرف زیاده، منطقی مفاهیم کاربردی نمیشه یعنی توان کاربردی نداریم ما مثل از اینکار امریکا و افغانستان مثال بزنیم اینا هر مفهوم کاربردی میکنم در عمل پیاده میکنم چون از قبل همون سیستم وجود داره همون دانش همون فناوری هست به خاطر دیگه کشورا سرچشمه فناوری یک رهبر کاریزماتیک هم ذاتی یک سری ویژگی ها داره که میتونه تاثیر بذاره بر دیگران حالا بدون از اینکه برای حتما مهارت و فن از طریق دانشگاه و مکتب یا کدام مرکز آموزشی دیگه بخونه پس اینا ذاتیه پس الزاماً نمیشه بگین برای راه حل مسئله ما همیشه نیاز به آگاهی های چی داریم گاهی وقتا خود فرد و کاریزما بودن و فطری میگیم دیگه شما بحث فطری بودن و مثلا پس خود از این هم میتونه پس مسئله آگاهی منفی نمیشه آگاهی باید وجود داشته بدون آگاهی که نمیشه کاری انجام یک مثال دیگه بدم استاد اصلا رفتن به دانشگاه یک مزیت خیلی هم خوبه شما مثلا یک جنرال نگاه کنید در حرفه نظامی رفته تکتیک ها فهمیده متوجه هست میتونه دشمن مثلا شکست بده اون تو سواد نداره اون تو اگر این سواد میدهش اعتمادش خیلی بیترتر من میگه یک از کلوبیدارام خیلی معذرت از جنرال روبین جنرال پروازه طالبا پرسان کردون تکیر شما خود خود جنرال میگین همین جنرال رو میتونیم این تعریف یک چیز از این جنرال به ما بگیم که جنرال به چی معنی بلند شما برای خبرنگار گفت دست راست خور شما نگاه کنیم نگاه کرد و دست شب خور نگاه کنیم دست شب خور هم نگاه کرد و آسمون رو نگاه کنیم آسمون رو هم نگاه کرد بینده گفت که جنرال بودن به معنای همین خویشته به دو فلان کشور دولفهی من از داخل افغانستان به تو دستور میدم کله پر ای ور کنه به هر سمتی که میگم همه سمت تو جنرال بودن به همین معنا که تو تحت فرمان منی تشکر از همه که در بحث شرکت کردید ما خود چیزای زیادی یاد گرفتیم ان شاء الله که با آگاهی شما دوستان چیزای افزوده شده باشه بعد سر مقاله پژوهشی من از آقای دکتر پرسیدم سر مقاله پژوهشی صحبت کردن راجع به چکیده صحبت کردن راجع به مقدمه صحبت کردن راجع به نتیجه گیری صحبت کردن درسته؟ اون هشنوه مرحله به دکتار رسیدیم به اپلیت یا زمیمه تا زمیمه وقتی صحبت کردیم یک تمام خود نوشتن مقاله از انتخاب مسئله تا نوشتن و تا کار از او باید کار کارگاهی باشه و حدودا یکی دو هفته در بر میگیره که ما 3-4 ساعته بشینیم و هم دیگر کار اگر میخواستین باز میشه با آقای محمدی و با اتحادیه بشینیم سر این که شروع بکنیم ما این کار در قالب انجام شروع کردیم از انتخاب موضوع چگونه ما یک موضوع انتخاب بکنیم بعد این موضوع تبدیل به مسئله بکنیم بعد برای از این مسئله پرسش خلق بکنیم بعد برای از این پرسش پاسخ پیدا بکنیم اهداف خلق بکنیم فرضیه خلق بکنیم بعد چکیده چی رقم بنویسیم مقدمه چی رقم بنویسیم این ساختارها به این جی نمیشه که ما برای تمام شما بگم به اون خاطر گفتم که این کتاب رو بگیریم و اونا هست منتها این که خواسته باشیم پژوهش کرد بشیم باید یک دوره کار با هم بشینیم بنویسیم هم برای
تا وقتی ننویسیم ما اصلا پژوهشگری معنای پیدا نمی‌کنه. بنویسیم اشتباه می‌نویسیم. اما قسمی که ما میریم صحبت می‌کنیم سر صف، خود ما بیایم مقایسه بکنیم واقع بینانه، روز اول رفتیم سر صف به چه کیفیت تدریس کردیم، روز دوم چه کیفیتی و بعد سال بعد چه کیفیت. نوشتن با تجربه به دست میاد و با تکرار به دست میاد. مثلا پژوهشگری بدون نوشتن اصلا معنا پیدا نمی‌کنه. منتها چیزی که مهمه در هر مسئله سه بخش رو ما باید مد نظر داشته باشیم. هر پاراگرافی می‌نویسیم، هر سوالی می‌نویسیم، سه بخش رو باید داشته باشیم. اون یکی بیان مسئله، توضیح مسئله و نقد و نتیجه گیری مسئله. ما وقتی نویسنده خوبی میشیم که حتی پاراگراف ما هم همین ساختار رو داره. در قسمت اول ما مسئله خود معرفی کنیم، در قسمت دوم توضیح و نقد بدیم و در قسمت پایانی هر پاراگراف ما باید حرف ما نتیجه گیری داشته باشه. در چکیده و در مقدمه و در تمام مباحث اینا باید رعایت منتها اگر میخواست باشون راجع مقاله پژوهشی صحبت بکنه باز تکرار حرفای جناب استاده که شما دوستان همه با او آشنایید. میریم به سمت مسئله بعدی که مسئله کار تجربی و دیداری من شما دید. باز اگر دوستا خواستن میشه با چینا اتحادیه هماهنگی صورت بگیره یک دوره نگارش مقاله کار بکنه. نه دیدارم که میگم حرف بزنم. من تا شما بگم که مسئله چیه، بیان مسئله چیه، اهمیت ضرورت تحقیق چیه، پیشینه تحقیق چیه. ممکنه آره فرا بگیریم ما و شما در ذهن ما پرسش های خط باشه بده یک ساعت بعد که کار نکنیم هیچ نتیجه نمیده. مقاله نویسی کار عملی. خب مسئله بعدی با مسئله مجابات معتبر و نامعتبره. دیروز آقای دکتر برمن دو تا سایت به ما و شما به انتخاب موضوع و انتخاب مقاله و ما و شما معرفی کرد. دو تا سایت، یکی به باب ساینس بود و یکی هم زیویر که زیر مجموعی از اصول دوست و اینا هست. حالا ما از کجا بفهمیم که یک مجله معتبره و یک مجله نامعتبره؟ در کشورهای دیگه هر وزارت رو یک سایت داره که بخش تحقیقات و نشریات از اون نشان میده و در اون جو سالانه لیست مجلات معتبر و نام معتبر ارائه میکنه برای پژوهشگران. بعد پژوهشگرا قبل از اینکه برن مجلات انتخاب بکنن میرن لیست مجلات نامعتبر رو میبینن و اون کار دیگه به سمت اون مجلات نمیره. این یک راه کاره. راهکار دوم برای کشوری که ما و شما در اون قرار داریم افغانستان و سایت ها و او امکانات رو نداریم راهکارهای انفرادی که ما اگر میخواییم در مجله نامعتبر به داخلی، نامعتبر به این معنایی که اعتبار بین المللی نداره، نامعتبر به این معنایی که مجله به در ناواخاری نیست، یعنی او بس نیست، وقتی میگیم نامعتبر یعنی در پایگاه های بین المللی هنوز نمایی هنوز دو تا راهکار وجود داره. در افغانستان در اواخر دوره جمهوریت یک سایت برای ریاست تحقیق و تألیف و ترجمه بساخته. بعد من دو ماه پیش به کابل بودم بخاطر اسناد مجله. اون نفر رفته رمز و پسورد و تمام هم امکانات اون سایت هم با خود خود برده و بعد در وزارت هی روی یک سایت دیگری کار میکنن که البته چند تا سایت ما نیاز داریم. یکی سایت مشابهتیاب نیاز داریم که ما فعلا از ایران استفاده کنیم، سایت ثبت موضوع داریم که سر اون کار میشه در وزارت، سایت نمایه مجلات داریم که باید کشورها دیگه وقت میخواین بیان بفهمن که مجله غالب اعتبار داره یا نداره میرن به وزارت چون او باید بریم اعتبار بشه در اون که میبینه که این سایت معتبر هست یا نیست ثبت شده. در اون سایت همه اواخر یعنی این دم رفتن بود لیستای از مجلات معتبر و نامعتبر نشد که اون سایت دیگه فعلا فعال نیست که ما بفهمیم. من در اون لیست ما کمک میکنه که ما
بتونیم یک مجله معتبر و نامعتبر بشه. امروز هم یک مکتوب از وزارت آمد اونجا یک لست را حدود 22 تا لست مشخص کرده گفته که اگر همون عکس مثلا کسی او را عکس بگیره بده به خارجی ها بره ما میخواه میگم که او چیش کار خب من مکتوب رو میدارم اون باست اگر میخواهی توضیح بره کنیم خیلی ببینیم استاد این خیلی آپدیت دیگه یکی چقدر اعتبار داره دیگه باز حتما استاد کومن دارم که میگم شاید خریدی ها بخندم یعنی خریدی ها خوب بیازم میخندم تا سال بخندم ما چیکار داریم؟ به خاطری که مثلا گفته این ماسته ولی اون ماست نیست به این خاطر یعنی چون این چیز دروغ گفتنی چون این چیز روشنی برای همگان از گپ از یک وزارت زدن خیلی اشتباه آه شما مثلا از این به چه سنف مثلا به چه تازه به صحبت کردن میشه ماست نشناسه دیگه تعجبی نداره نمیشه ولی یک نفری که میاد تصمیم میگیره ولی یک کس گودری داره ماست نشناسه دیگه بعد واقعا بعد این سایت رو باز نمیکنه خب باید باز کنه چون اینترنت داره فایل در یک قسمت داره به نام جورنال های نامتبر اون لیست میتونه تهیه بکنه بعد این خوبی سایت جدید هم روی کار بود به شما بسته مارد شما بسته خب بعد خواهی برای ما شما مکتوب داده خب گفته این هم پایگاه و ناشران موقتی هم ما چیزی به نام موقتی و دائمی نداریم فقط ما متبر نامتبر داریم گوگل اسکالر رو بیارده در رأس او قرار داده گفته مجلات بین المللی اگه میخواییم مقاله خود نشر بکنیم در جای نشو کنه گوگل اسکالر گوگل اسکالر یک موتور جستجوگریه که خیلی راحتی مقاله شما بعد از نشر بعد از 72 ساعت اگر که اون یو آی داشته باشه نویسنده داشته باشه سایت شما معیاری باشه اتومات نمایه میکنه حتی با میتونم در یک وبلاگی برای خود مقاله بنویسم بعد در گوگل اسکالر هم میتونم نمایه بکنم پایگاه سناتیگ اسکالر هم همون یک چیزیه که در بگرد دو آج این پایگاه نمایه کننده پایگاه ناشر نیست کل دیگران هم پایگاه همه بله پایگاه های نمایه کننده یعنی نمایه پایگاه نمایه کننده چی هن؟ ببینیم در مجلات اصطلاحاتی وجود داره خب پایگاه های نمایه کننده یک دیکونای وجود داره که اینا اعتبار داره مثلا دیکن احمد دیکن محمود در روزی مجلات معتبر اینا چکار میکنم؟ شما یک سری معیارای داریم اونا یک سری معیارای دارن شما درخواست میدیم یک بررسی میشه مجله شما اونا میاین مجله شما در دیکن خود در ویترین قرار بعد از تولید از شرکت اونا فقط میخوان اونا مجله شما قرار میدن در روزی و نمایه میکنم میگم بله همین مجله معیارهای داره که در دیکن ما هم دیده بشه بعد در اونجا فقط عنوان و چکیده مقالات اونا برای شما هیچگاه این مقالات کامل رو نمیده آدرس سایت شما هست بعد وقتی میگه مجله ما بین المللیه مثلا در وب آف ساینس و اسکوپوس وقتی در اونجا نماییه میگیم که این مجله آنقدر معتبره که اونا بررسی کردن که ناشرهای و پایگاه های اصلی هست آمدن اجازه دادن که در دکان از اونا ما هم باشه اینا چیزایی نیه که ناشر باشند که ما به اونا نشر بکنیم و اینا اهمیت نداره در جهان دانش پایگاه گوگل اسکالر مجله غالب نمایه سناتک نمایه دو آج ما نماییم دو آج کم اعتبار داره نمایه این دیگر اینا دیگه پایگاه نیه که اینا بس بشه سر از اون مثلا ایسایدی ایران را آورد داخل از اون خب اگر بخوایم مجله بین‌المللی باشه باید که در وب آف ساینس و اسکوپوس اینا نمایش بشه خب مثلا تو دائمی هم یا خوبی هم من درست نه؟ بله همون چهارتا دائمی گفته نه اصلا هیچی نگفته نه سفر ولی همه تو این پنج تا رو معرفی کرده بازی جاست یکی جورنال های داخلی بین المللیه باز به واقع ساینس هست با خود هم قابلیت در واقع آیسی هست
این کم آمده باقی شما سطح اولی نیامده یک صفحه دیگه هم داری پنج تا معتبر باید ها اونا خب بله اسکوپوس اینا اونا هست منطقه چیزی به نام دائمی و موقت نداریم داخل اعتماد مکتوب ذکر کرده در قسمت دائمی ها ما وباکسانیس رو داریم اسکوپوس رو داریم پابلیت داریم آی ای سی اسلامیک ساینتیفیک سنتر رو داریم که در شیراز اونا به عنوان پایگاه معتبر علمی معتبر اگر بگیم بله دائمی هم چی نیست خب مجله ما درخواست میدم نه جناب استاد زمان دائمی میشه به زوری که از طرف جان به وزارت اینا به صورت دائمی قابل پذیرشه این گوگل اسکالر و دوارد و اینا رو گفته به صورت موقت اگه تیم از جان میگیره اینا رو قبول میکنه عنوان به اصطلاح ناشر خب همینا که قبول میکنه اینا ناشر نیهند دیگه ناشر نیهند نمایه پابلش خب اون یک مسیر بود سایت های سایت های ایران اینا جور کردن که ما میتونیم یک مجله با تمکین معتبر ایرانی از اونها میتونیم کمک بگیریم اون سایت هست که امپکت فاکتور یا سامانه اعتبار سنجی مجله یا از ایران در واقع باید وزارت اطلاعات عالی همچون چیزی داشته باشه سایت مثل وزارت اطلاعات ایران هم در ایران که شما یک بخش مجلات داره مجلات معتبر بین‌المللی مجلات معتبر داخلی داخلش هم مجلات حوزه‌ای مجلات دانشگاهی من پیشتر عرض کردم در ابتدای بحث شما بیرون تشریف داشتم که ما دو تا شیوه میتونیم مجلات معتبر نام معتبر داشته باشیم یکی که وزارت باید نمایندگی کنه من صلاحیت از این ندارم که یک مجله رو بگم معتبره یک مجله رو نامعتبره چون من مقاله می نویسم بعد این مقاله باید وزارت تایید بکنه که این مجله در معتبر هست یا نیست کل لیست بعد وزارت بده خب ما در افغانستان نداریم اون تو هم سایت رفتی یک لیستی گذاشته بود که میشه از روی استفاده بکنیم کارا دیگه هم در جریانه که این سایت ها ساخته میشه در ایران یه برای تمام نویسنده ها قابل دسترسه یک نویسنده میخواد فرض بکنیم یک مجله پیدا کرده ISSN از اون هر مجله یک کد آنلاین استاندارد داره که اون ISSN یا مرکز بین‌المللی شماره استاندارد که در پاریس موقعیت داره او تایید میکنه شما درخواست میدیم اون کد به شما میده و در تمام دنیا و هر جا که اون کد وارد بکنیم همون مجله به شناسنامه از اون بیرون میکنه چی؟ سایت چی؟ دکتر ISSN نه میاد خودم امپکت فاکتور دات آیا خب ما مجلد انتخاب کردیم دیروز آقای دکتر گفتن دیگه مجلد انتخاب کردیم بعد میخواییم ببینیم که این مجلد اعتبار داریه ما ISSN از اون وارد میکنیم مثلا ما ISSN خالب رو وارد میکنیم 27-88-64 میخواییم ببینیم که همین عدد هشت رقمی کل شما وقت خواسته باشه مجلات ببینی برای شما نشان خب چی گفته؟ نتایج پیدا کرده گفته نام مجلات قالبه خب در فرست سیاه وزارت این و دانشگاه آزاد اسلامی قرار نداره در کشور ایران مجلات به سه پایگاه تقسیم میکنه یکی مجلات بهداشتی که مربوط وزارت بهداشت میشه سامانه اختصاصی خاص خود کار داره مجلات معتبر و نامعتبر برای نویسنده ایرانی معرف اگه وزارت علوم که برای تحصیلات اینا معرفی میکنه یکی هم آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامیه که اون پایگاه خاص خود کار داره که باز مجلات معرفی این میگه که در اون چی نیست یعنی بلک لیست نیست یعنی مجله در فرست مجلات نمایه جی سی آر داره ذریب تاثیر چون در وب آف ساینس ما نیستیم ما ذریب تاثیر نداره در مستر جورنالیست هم نیست مستر جورنالیست مربوط به وب آف ساینس میشه که سابق مربوط به ISSN میشه در فرست نمایه اسکوپوس هم واقع نیه ولی در دو آج نمایه شده تایتل از او قالبه پابلشر هم قالب یونیورسیتی پس این مجله مشکل خاصی نداره ولی اعتبار بین‌المللی نداره چون در وب آف ساینس و اسکوپوس باید نمایه بشه منتها اعتبار خوبه دیگه اگر میخواییم مجله در داخل افغانستان نمایی بکنیم از قالب ما مجله برتری یا پیشرفته تری در افغانستان
نداره. ما سمینار دوازده خلاص میشه تا این جواب نداره. این یک راهه که مجله شما تشکیل بده. اگه در لیست سیا وزارت از داخل ایران قرار داشته باشه میتونه که مجله اشکال نداره. حتی اگر باز شما به اینا قانع نمیشیم، گزینه های دیگری هم در اینجا وجود داره که شما میتونید به او پیام بدیم، پول واریز بکنه برای شما کل مجلات نشان میده، میگه که مجله واقعا اعتبار داره یا یه. این دو تا راه کار. راه کار سوم اینه که ما مجلات بریم در دو تا پایگاه معتبر بین المللی، یکی وب آف ساینس و یکی اسکوپوس، از اونجا مجلات بریم و وقتی از اونجا مجلات بگیریم مجلات ما بگیریم. این راهکار سومه که دیروز آقای دکتر بادمن گفت و مثلا از اونه. راهکارهای دیگری هم وجود داره که ما نشریات معتبر جهانی داریم مثل نیچر. شما وقتی میریم وارد نیچر میشیم او به هر حوزه مجله داره، یک سایت داره که کل مجلات در داخل وجود داره، شما میریم هر مجلاتی که انتخاب بکنیم با خیال راحت رو انتخاب میکنیم، چون مجله‌ای که نیچر نشر بکنه در وب آف ساینس و اسکوپوس حتما هست. یک چیز دیگر هم یاد نبریم که ما و شما و کشورهای این طرفی در حوزه استعمار و استثمار رو به جوش قرار داریم. مثلا چرا اسکوپوس بیایی بریم اعتبار بریم؟ من زمان معتبرم که اسکوپوس بده. من مقاله نوشته میکنم، پول خرج میکنم، پول ترجمه میکنم، حتی پول ترجمه نمیده. دیروز با آقای دکتر بستشون سلام میکنم، حتی پول ترجمه رو هم حاضر نیه بده. بعد نتیجه تحقیقات من رو میگیره، بعد من خوشحالم هستم که او بره من نمایده. این خاطر بیکفایتی کشورهای این طرفه که چون پایگاه هایی نداریم که اونا رو عنوان پایگاه های بس شناسیم که اونا اعتبار بین نمیده. آره دست خود اینا نگم پول دارن سامانه میسازن، هزینه یا هنگفتی هم نمیخواید، چهار تا پای کامپیوتر مایه، یک اتاقی برای حافظه میخواید و چهار تا انجینیر کامپیوتر میخواید که همین برنامه رو بسید. بس اعتبار ایران هم کار کردن. خب اعتبار رو میتونیم کسب بکنم، اگه اعتبار اون رو در کجا کسب کردن؟ ایران هم کار کردن، ISIR ساختن به نام پایگاه استنادی جهان علوم اسلام. خب چند تا کشور دیگه هم شریک دادن ولی کار خود البته شاید نمیرن باز مثلا قبول داره. آه یه برنامه بین المللی قبول داره. قبول بله. خب کار خود خارج میکنن. خب ایرانی ها متاسفانه یک خصلت بعدی دارن بین تمام خصلت های خوبی که دارن، خود پسند. خب به او خاطر اونا کارای میکنن ولی خب کارای خوبیه، قابل تقدیره که اونا هم میای مثلا مقابل آمریکا و انگلیس که میای اسکوپوس و اینا میسازن، کانادا اینا میای ISIR میسازه. خب این خود از اون کار قدم با ارزشه. کاش افغانستان هم روز جای برسیم که ما پایگاه بسازیم و بگیم این پایگاه بین المللی بسازیم. اینا کارای نیست که فردی بشه، اینا باید یک دولت پشتیبانی بکنه و بعد به جهت جهان بده. مثلا نیچر تا 10-15,000 دلار پول میگیره که یک مقاله نشر میکنه. شما تحقیق میکنید، پاسخ سوال برای از اون جور میکنیم، او رو ری میکنیم برای از اون، به زبان خود از اون ری میکنیم، 15,000 دلار هم میدین دور نشد، بعد از اون استفاده میکنه. این یکی از چیزهایی که ما تحت استعمار پژوهش و تحقیق قرار داریم. مثلا خب راه دیگر شناخت مجلات معتبر چیه که و باب ساینس به اسکوپوس. اسکوپوس ما یک زبیر باز میکنه. اصلا که موتر جستجو اسکوپوس رایگان نیست؟ نه، یک قسمت عمده او رایگان نیست، یک قسمت فرعی از او رایگان. وقتی شما بریم جستجو میکنیم برای ما که رایگان استفاده میکنیم امکانات کمتری داره. باز شما وقتی عضویت رو میگیریم، عضویت هم برای انفرادی نمیدیم. شما مثلا یک فانتوم میتونه عضویت رو سالانه کسب بکنه و بعد همون یوزر پسورد به اختیار محققان خود خود قرار بده و از او وارد بشن و از امکانات سرچ و دانلود مقاله و برای اینا دانلود نیدیه. خب اینا پایگاه هایی یعنی معرفی کننده، فقط داخل ویترین خواهی میگذارن، شما رو از اکیده میکنه میریم سایت اصلی.
در اونجا هست. آره امکانات اولیه برای ما داره. اسکوپوس یک پایگاه نمایه کننده بین‌المللیه که اعتبار بین‌المللی داره و بعد این زیر مجموعه الزویر. الزویر یک پایگاه نشراتی کلانه که کارهای مختلف انجام میده. یکی از کارهای از اون نمایه کردن مجلد، یعنی نشان دادن مجلد، که این پایگاه اسکوپوس یک جزی از الزویره که در اون ما میتونیم جستجوهایی را انجام بده. مثلا از اینجا میتونیم مقاله که دیروز استادم جستجو کردن دیگه، در اینجا ما مقاله جستجو میکنیم، مجلاتی که در اینجا هست با همون فیلترهایی که کلن داره و این مسائل دیگه مطمئنیم که این مجلاتی که وقتی در اسکوپوس قرار دارن معتبرن دیگه. از اینجا مجلات باید اگر میخواییم داخلی چاپ بکنیم خوب میفهمیم به کدام مجلات معتبره کدامی، اگر میخواییم بین‌المللی چاپ بکنیم باید از این استفاده کنیم. خب و یک سری نمونه هایی که استادای به نام هرات آبادان انجام دادن که آدم های فهمیدی ولی رفتن در مجلات نامعتبر و حتی از مجلات جعلی هستند، اونا هیچ چی ندارن، مقاله چاپ کردن و بعد ترفیع علمی هم از اون گرفتن که من اونا رو برای شما یکی رو نمیتن نشان میدونم. مثلا این European Journal of Dental and Oral Health این یک مجله جدیه که استادا به عنوان مقاله بین المللی بر داده، مقاله چاپ کرده و بعد ترفیع علمی به عنوان یک مقاله بین المللی گرفته که در حالی که اون مقاله بین المللی نیست. نه واسه میخواییم بگم که نشان بدم که بعض مجلات خیلی تیپ و قیافه هم دارن، ولی که راست واقعی نیرم بیدونی تیپ و قیافه هم دارن ولی مجلات خیلی خوبه. شما خیال میکنه که این مجله واقعا مجلیه که باید خیلی اعتبار داشته باشه، نام اروپایی هم داره European Journal International هم بعضی آفت میگیست. International نمیتونم اگه اینترنت ما و شما یادی بودم این یک تحقیقی که یکی از آدم های اوزیر الفان و گلبهار تکه و حسنا قدیریار اینا اساتید دانشگاه هرات هم اینا مقاله چاپ کردن در اینجا در این مجله و $50 هم پول دادن و حالا به اون آدمی که رابط از اینا بوده چند رو بودن خدا میدنه. بله خب در اینجا چاپ کردن، این مجله فیکه، این مجله فیکه، اصلا مجله نیه، اصلا ناشر نیه، فقط همین ساختاری در اینترنت شما بود میبینید. و یکی از چیزایی که ما مجلات میریم و اصلا میبینیم که اینا فرض بکنیم در اسکوپوس هم نکنیم بیافیم و از اون طریقا دسترسی نداشتیم میخواستیم بفهمیم، خود درست معرفی نمیکنه. این یکی از ویژگی های مجلات نامعتبر، شما نمیگه که ناشر مکینه، اینا معیارهای جهانیه. وقتی شما باید بریم ناشر رو کجای کشور کجای چند سال سابقه کاری دارم، سایت مادر اینه، سایت دیگه اونه، در اونجا باید معرفی بکنم. خب این تا حالا مثلا چند وقت میشه چاپ شده نه اندکس خورده نه یک چی جورنال چی هم هست آدرس بعد رو چیزایی هم داره، ولی این همون جلات نامونتبر به گوگل اسکالر تو هست. گوگل اسکالر رو بیاریم شما در دکتر باشه، گوگل اسکالر از طریق مجده تبلیغ هم بشه. خب این سایت مجلات بالا یکی از مجلات ها، یه پس نامی علوم اجتماعی
اما ببینیم در مجلات معتبر این معرفی ها برای شما آزادانه در دسترس قرار میده. ما کجا نشر میکنیم؟ اینا باید در سطح اول وجود داشته باشه. ناشر ما کیه؟ اعتباری نشر شما کیه؟ دسترسی داریم؟ نداریم؟ از کجا استفاده میکنیم؟ شماره استاندارد ما چیه؟ و بعد سایت مادر ما به کجایه؟ بعد در اینجا شما میتونیم وارد بشیم بریم پانتون رو بالا ببینیم که بعد این مجله حقیقیه و کارهایی هم که انجام میده نویسنده هایی هم میتونیم بردیم. مثلا ما در گوگل اسکالر نماییم خب؟ این تمام مجلات مقالات غالب در گوگل اسکالر هم شما میتونیم ببینیم. اگر قرار باشی بین‌المللی باشه پس این مجله بین‌المللی، در حالی که مجله بین‌المللی نیست. گوگل اسکالر شما میتونیم در خب تمام مقالات ما هست. اینه چی باید دوستت بهش بگفتم؟ گفتم گوگل اسکالر رو بیاوردیم اینه یک مقاله که حقیقی از در از سرچ میکردیم ها میتونم اینجا جستجوهایی داشته باشیم همجا گفت نیست اگر علی احمد محمدی میتونم مقالات رو فیک نباشه اینه همه که اولی بیاریم ببینیم در گوگل اسکالر شما میتونید سی وی علمی خود خود بسازید مقالات شما باشه دیگران میتونن چه بدن اینا کارهاییه که باز همچنان نیاز به یک دوره داره ما چگونه سی وی های علمی آنلاین میسازیم گوگل اسکالر هست وب آف ساینس هست اسکوپوس هست دیگه پایگاه های مثل اورکید هست اینا سی وی های آنلاین علمی داره اعضای هیئت علمی میسازن مثلا آقای محمدی در گوگل اسکالر برخواه حساب بکنه کل مقالات اونا هست اونا شاخص هایی که چقدر به مقالات از اینا چی دادن که اون اچ اندکس میگه اچ اندکس یک شاخصیه که گوگل اسکالر میده برای نویسنده ها به میزان استنادی که دیگران به مقاله شما میکنه و هرچه مقاله شما به دیگران استناد بدن یعنی که گپای شما دیگران برای خود خوب عنوان حرف مورد تایید بیارن شما ارزش علمی به جایگاه علمی شما بالاتر میره مثلا شما اگر به نیچر مقاله روان میکنیم اونا اچ اندکس شما رو حتما میبینن شما باید یک لینکی یا گوگل اسکالر میدیم وب آف ساینس میدیم اورکید میدیم بدیم که سی وی علمی شما چک میکنن از هر کس هم قبول نمیکنن اونا مثلا از کسی قبول میکنن اچ اندکس از مثلا باشه 5 6 10 15 اولویت بندیم بعد اون هم تاثیر داره خب ببینیم که از علی محمدی دیگه از اونیه نه یکی دیگه داره استاد ببخشید نوعیت مقاله مهمه مثلا من به نیچر بی ام سی نیچر یک مقاله کامنتری دارم یا مهم نوعیت مقاله تری که من اهمیت مقاله رو بارم شما فکر من متوجه نشدم میگم نوعیت مقاله مثلا من یک مقاله کامنتری به BMC نیچر دارم درستم؟ نوعیت یک کامنتریه ولی مثلا ایران اینا میگن ویدیو و اوریجینال اهمیت بالاتری داره کامنتری به افغانستان اینا قدیدن یعنی همون دارده منطقه در افغانستان در لایه نشریات وزارت تحصیلات عالی که به سال 401 در جدیدن تجدید نظر کرده اعضای هیئت علمی طبی از کل گناه های مقالات علمی که هم کامنتری هم شامل از اون میشه میتونن امتیاز استفاده کنن منتها خب ارزش مقاله پژوهشی یا اوریجینال و ریویو برتر از کامنتری خب باز از خود شرایط داره شما لتر تو ایدیتور من نمیتونم بنویسم کسی میتونه بنویسه لتر تو ایدیتور که در همون حوزه‌ای که میخوای گپ بزنه یک نامه‌ای مینویسه حداقل 5 6 تا مقاله از خود باشه که بگه با خود فاستی کنه اینا باز خوش شرایط داره هر کس نمیتونه خب آقای علی احمد محمدی در اونجا مقالات دارن نه بردگیم نه بردگیم نه خب این مجده در پول چاپ شده خب این معلومه دیگه اونجا که پولی هم ببینید 42 یورو پول پرداخت مگرد باشه نبون ولی ما رایگان بریم از نرسال کرد خب این شیوه هایی که میتونیم یک مجله
استاندارد یا معتبر تشخیص کنیم. گفتیم که راهکارهای مختلف وجود داریم. وزارت لستاخ را اول سال اعلان میکنه، اول باید لستاخ چک بکنیم، از پایگاه ایرانی میتونیم کمک بگیریم در اونجا، از ناشرهای معتبر، از وب آف ساینس باز میکنیم، جستجو میکنیم، اسکوپوس جستجو میکنیم، در اونجا میبینیم و از نیچر میبینیم، اینا میبینیم ناشران معتبر، از اونجا مجله انتخاب میکنیم. اگه داخلی هست که مسئله جدایی. خب چند تا مسئله به اصطلاح دیگر در نشریات وجود داره که ما 15 دقیقه دیگه وقت داریم. ای کنی یه گورنال باشمان شده کنیم. هر مجله معیاری باید شماره استاندارد داشته باشه. خیلی از مجلات ما شماره استاندارد نداره. شما مثلا آنلاین باشه و چاپی باشه، حالا هرچی میتونه رو قابل ردیابی باشه، رو از رو کلیک میکنم، اومن میبره به پایگاه واسیسین، میگه که نام از این مجله ناشر از اون کینه، پانتون قالبه، چه موضوعاتی تحت پوشش قرار میده، چند فصل نامه، چه کاره و کجا اندکس شده، دوارج اندکس شده، کراسرف اندکس شده و تایتل از در دوار به در اونا هم قابل دریافته و شما میتونید در اونجا مجله قالبه ببینید. خب بعد مطمئن میشیم دیگه تا حدودی. باز او که ما وقتی میگه معتبر، اگر داخلی چاپ میکنیم خب مجلات داخلی معتبره. شما از هر وزارتی که میخواییم هر جا چی بکنیم، وزارت علوم هم کشور میریم، سایت هایی داره مجلات معتبر نامعتبر خب معرفی میکنه، مجلات های درجه الف و بی و جی و دال و در دست رد شدن و اینا رو هم معرفی میکنن. او کار داره. غیر از اون دیگه شما باید از به ناشرهای معتبر اعتماد بکنیم، نه به سایت های مقبول و طراحی شده. خب بعد در قالب هر مجله باید سایت اون معیاری باشه و این مسائل این کار داشته باشه و گروه سردبیری از اون مشخص باشه. وقتی ما میخواییم تشخیص بدیم تمام ایمیل اونها هم آدم دسترسی کیا هستن، کیا همکاری میکنن، اینا هم اعتبار مجله نشان میده. وقتی یک مجدد انتخاب میکنیم حتما برنامه نویسندگان رو بخونیم، بعدا مقاله خود ترتیب بکنیم و فرایند پذیرش و داوری از و هزینه های و همه اینها در مجلات معیاری باید مشخص بشه. و یک کار درست دیگر فرم ها و قالب های آماده شما مجلد مقاله خود خور تایپ میکنیم، ساختار خاص داریم. خب ساختار ها همه با هم دیگر برابر نیه، محتوا یکیه، مثلا همه چکیده دارن، مقدمه داره، نتیجه گیری داره، اصل متن داره، منتها جایگاه قرارگیری اینها سلیقه‌ایه. یکی میگه که مقدمه در رو پیشینه تحقیق بیه، یکی میگه نه بیه پیشینه تحقیق جدا کنه. شما خیلی راحتی میتونید به اون سایت ها برید، چکار بکنید، قالب های آماده مقالات دانلود بکنید. ما کار راحت کردیم در قالب و قالب مقالات ما دونه مقالات داریم دیگه. مقالات کمی ما یک قالب خاص ساختار خاص خود داریم و مقالات کیفی ما ساختار خاص دیگر داریم که رو از کلیک بکنیم شما اون مقاله مقاله دانلود میشه. قالب اگر میخواییم مجله ایجاد بکنیم این کارا باید انجام بدیم که مقاله ما خیلی راحت‌تر بتونه با شما ارتباط برقرار کنه و کار شما کمتر بشه. ما قالب آماده خود گذاشتیم، تمام امکانات روش و سعی کردیم در هر قسمت هم راهنمایی های داشته باشه. مجلات معتبر باید چنین کار کنیم. مثلا چکیده منظور ما چیه، چه ویژگی‌هایی داشته باشه، واجبان کلیدی، مقدمه ما چه ویژگی‌هایی داشته باشه. ما همه این کار تعریف کردیم که نویسنده ما دیگه واقعیت راحت در مجلاتی که میخواییم بفرستیم دو تا کار دیگه هم باید ما شما انجام دیم. یکی تعهدنامه نویسنده که همون مسئله دغدغه مسئله اخلاق بود که تمام مجلات شما باید خود مکل مجلات معتبر وقتی میخواییم مقاله بفرستیم دغدغه‌های خیلی زیاده دارن. شما نمیتونیم یک مقاله رو چندین مجله بفرستیم. شما میفرستیم اینجا اگر تعیین تکلیف رو چاپ شد که چاپ شد نشد شما بعدا حق داریم که به جای دیگه داشته باشیم.
اینجا شما اطمینان میدیم، مشخصات رو چی میکنیم، این تعاملات رو میدیم، پایین از او امضا میکنیم، نام نویسنده رو به ترتیب ذکر میکنیم که باز بعدا که باز جنجال خراب نشه، امضا میکنیم و داخل سامانه موجود حاضر و مجلات دیگری که از این سامانه بدید نشان و مسئله دیگه مسئله تعارض منافع قرار به از اینکه ما تعارض اخلاقی و مسئله دیگه نجمیم در تعارض منافع هم ما باید این فرم ها رو مد نظر داشته باشیم که در تمام مجلات شما باید بریم اون فرم رو بگیریم یا آنلاین پر میشه یا فرم رو رقم دانلود میکنیم و پر میکنیم و بعد مخصصات رو میریمیسیم و بعد بکنم. خب این از این چیزایی که باید هر مجلده که میریم انتخاب میکنیم اون مسائل مد نظر رهنمای نویسندگان رو همه باید بخونیم و اون دیگه حوزه های هر مجلده فرق که دیروز آقای رادمندم گفتن در اونجی که ما در چه حوزه های فعالیت میکنیم ما در اینجا مشخص کردیم ما حوزه های فعالیت ما چی؟ تا به فلان سال ما علوم طبیعی و اجتماعی بودیم از فلان سال و از فلان شماره دیگه ما تنها در این حوزه ها فعالیت اگه مقاله خلاف از این حوزه ها بدیم دیگه ما نمیتونیم که منتشر بکنیم و همیستاد بس تخصصی بودن یک مجله هم در اعتبارش اثرگذار هست یعنی مثلا هم در ایران یا بعضی کشورهای دیگه به این شکلی که ما در افغانستان میبینیم حوزه علوم انسانی یا حوزه مثلا علوم طبیعیه که اگر همچه حرف بزنیم به ما میخندیم یک مورد دوستای خود ما این بچه افغانی در ایران تقاضا کرده بود یک مجله تخصصی حقوقی درخواست میکنه و تحت عنایت دانشگاه ها جواز بگیره و اونجا فعالیت میکنه وقتی مطرح کردم اونجا کاری ما مجله تخصصی رو خواهیم میدازیم خصوصا در کدام عرصه تخصصی حقوق خنده کرده بود این گفته بود که چی گفته صد شاخه باره گفته بود الان تخصصی ما فقط مثلا در خود حقوق انواع مجلات داریم مثلا در حوزه گاز و نفت یک مجله داریم در حوزه حقوق بشر مجله داریم در حوزه مثلا آپارتمانداری حقوق آپارتمان زندگی آپارتمانی داخل منزل اینا مثلا چی داره مجله داره خودت ریز کردن در افغانستان ما فعلا وزارت تحصیلات عالی لایحه‌ای که جدید داده سال 1401 در اونجا تاکید بر تخصصی شدن مجلات داره اون تا این گام اول به علوم طبیعی و علوم اجتماعی تقسیم کردن چون ما منابع انتشاراتی که مقاله باشه نداریم خب ما در افغانستان ماستری و دکترا نداریم ماستری و دکترا هر دانشجو حداقل به دوره تحصیل خود 6 هفته مقاله میده ماستری هم باید حداقل 2-3 مقاله بده بعد میزان مقاله زیاده به اونجا ما نشریه که تخصصی باشه میتونه فایده بکنه تو در افغانستان ما نمیتونه فایده بکنیم ما همین حال پول میدیم برای ناشر برای مقاله ها در حالی که مقاله ها بیرونی میدن پول میدن ولی باز هم دوچاره کمبود مقاله میشه ما داخل ایراد چند تا نشریه داریم قالب منظم نشر میکنه حریبان چند باری منظم نشر کرده جامی خیلی وقت عقب میمونه بخاطر چی؟ بخاطر که مقاله نیست و یکی هم اینه که میزان شرایط شرایط را خیلی سخت کرده لایه جدید بخونیم آنقدر سخت کرده که میگم مجله ایجاد نه خب بعد چند تا مسئله دیگه خب بله تخصصی شدن مجله و گپ یادم رفته تخصصی بودن و بعد اعتبار از اون نمی افزایه زمینه رشد از اون زودتر برام میکنه به شرطی که مقاله باشه و ما مجلات نیچر و باف سایز داریم که در حوزه کلی نه تنها علوم طبیعی و اجتماعی کار میکنن یک اندکس از او گازری اپک فکتور از او هم هست در 15-20 هست در همین حال در امریکا در انگلیس داریم خب اونا سابق بودن نخواستن همون پشتوانه خود پر از دست بدن فعالیت داره و نیاز به شما اگر بخواییم مثلا ما در مجله قالب اصولا باید ما ادبیات نشر میکنیم و حقوق نشر میکنیم اقتصاد نشر میکنیم و جامعه شناسی نشر ما باید یک سردبیر برای ادبیات داشته باشیم یک سردبیر برای علوم اجتماعی داشته باشیم یک سردبیر برای اقتصاد و مدیریت داشته باشیم ولی خب امکانات نداریم مگر دانشگاه چقدر میتونه هزینه کنه
همه هزینه هایی که حاله میکنه و هر شماره ای که ما بیرون میدیم حدود دو لک دو نیم لک باره ما هزینه مصرف میشه بدون معاشی که مثلا دیگران میگیره. هزینه های دسته ای که ما مثلا بره داور پول میدیم، بره نویسنده پول میدیم، دو دو نیم لک هزینه میخواد. یک دانشگاه خصوصی چقدر میتونه چند تا نشریه میتونه داشته باشه؟ افغانستان هزینه داره و تخصصی کردن از او به او پیمانه ممکن نیست، ولی فعلا قبول میدیم. خب چند تا اصطلاح داریم. خب یکی همین ISSN بود که این شماره استاندارد در همه مجله باید داشته باشن غیر از کجا رو میگه. بحث دیگه بحث امپکت فاکتور داریم. میگه فلان مجله امپکت فاکتور او بالای و معتبر. امپکت فاکتور میزان استناداتی که به مقالات یک مجله طی دو سال داده میشه و از این فرمول از اون استفاده. و امپکت فاکتور هم هر مجله‌ای نداره، مجلات داره که در وب آف ساینس نمایه شده باشن. او امپکت فاکتور با ارزشه که وب آف ساینس بده، نه امپکت فاکتوری که من خودم تهیه بکنم یا گوگل اسکالر یا دیگه جا. خب امپکت فاکتور رو دیدم به دست میاره مقالات استنادات تعداد مقالات در سال مثلا سال اول سال یک مثبت سال دو اینا این کار انجام میکنن از این فرمول به وب سایت استفاده میکنن. خب مثلا فرض بکنیم ما به سال اول 10 تا مقاله نشر کردیم و علاوه سال دوم مثلا سال 1401 سه سال میگیره، یعنی سال سوم ما امپکت فاکتور زمانی میتونیم بگیریم که دو سال منتشر کرده باشیم در حضور باز سال سوم میگه امپکت فاکتور میتونه داشته باشه. مثلا سال دوم 20 تا مقاله نشر کردیم، مجموع استنادات ما بوده مثلا 120 تا. خب دو بیست سی مقاله. خب چهار امپکت فاکتور یک مجله که در دو سال 30 تا مقاله نشر کرده و این 30 تا مقاله از او 120 بار مورد ارجاع قرار گرفته شده، امپکت فاکتور از او هست چهار. این را از این طریق محاسبه بکنم. خود ما هم میتونیم محاسبه بکنیم. خب مثلا میزان مقالات رو بگیریم دو سال از این فرمول استفاده بکنیم، این امپکت فاکتور معیاری بر پذیرش دیگرانی. بعض مجلات تقلبی امپکت فاکتور که دارن از این طریق محاسبه بکنن. امپکت فاکتور کتاب مقالات بنار میزان کسایی که مقاله شما منبع هست. خب در دنیای مجلات این سامانه ها این خود از این سامانه مجله مثلا قالب که ما استفاده میکنیم این وقتی در وب آف ساینس نمایه بشه، وب آف ساینس موتوریه که او امکانات فراهم میکنه. مقاله ما دیوهای داره، ولی سر دیوهای هم صحبت و هر جا که این دیوهای ما در درون اینترنت پیدا بشه او عمود امور میگیره و میگه که این مقاله اونجا نمایه شد، یعنی یک نفر به این مقاله استناد کرد. اونا موتورا اوتومات در حال گردش در داخل اینترنت هستن و تشخیص میدن که این مقاله کیا رو استفاده کرد و هی میزان استناد از رو اضافه میشه. خب جناب استاد، یعنی به طور مثال شما 30 تا مقاله رو مثال زدید، حالا فرق نمی که از 30 مقاله چند تاش مورد استناد قرار میگیره یا سایتش نه، ما میانگین میگیریم. این میانگینه، ممکنه این 120 تا به 10 تا از این مقالات استناد داده شده باشه، اشکال نداره. خود دیگه ما کار نداریم، مثلا ممکنه 10 مقاله دیگه اصلا استناد نخورده باشه. ما مجموع از اون طی دو سال میگیریم تقسیم میکنیم، مجموع استنادار امپکت فاکتور به دست میاد. نرم افزارهای خاص خود داره که به صورت مستقیم داره؟ نه، ما اجازه نداریم کارو بکنیم. این امپکت فاکتور مشخصا وب آف ساینس میده، اون معتبره. امپکت فاکتور رو خود ما میتونیم بگیریم ببینیم که همین مجله ما چقدر تاثیر داره، میخوایم ارزیابی بکنیم ببینیم 100 تا مقاله نشر کردیم تا این سال، 100 تا مقاله ما به کجاها استناد داده شده. بعد میایم همون کار همین فرمول از استفاده میکنیم، این برای ما خوبه که بفهمیم که مجله ما تاثیر داره بر دیگه را یا نداره.
دیگر امور استفاده میکنن. یعنی هر پایگاه استنادی امپکت فاکتور خاص خود داره دیگه. تو نامه خاص خود خود داره. مثلا اسکوپوس اس جی آر. خب؟ ذریع به تأثیر داره. جی سی آر و اس جی آر دو تا متفاوته که آن سر از اون امگرد میزن. خب یه چیز هم هسته بعضی نشریه دیگه هسته که زیر مجموعی از اونه نیمیسی اسپرینگر اینا اونا سایت اسکور دارن اونا سایت اسکور دارن خب اون سایت اسکور هم همین امپکت فکتوره یعنی ضریب تأثیره اونتا با نام های دیگه وقتی ما امپکت فکتور میگیم همو میزان اثر گذاری تعداد مقالات بر استناداتیه که به باف سایز اون مونده غیر از اون دیگه که امپکت فکتور معتبر نیست وقتی هم فکر میکنم خلاص منطقه هم چند اصطلاح بگم که زیر همون روشن کنم اون سایت اسکور هم همون ذریع به تأثیر استاد چند به خط نمام میشن من دیگه پنج دقیقه دیگه شما فکر کنم خلاص دو تا مسئله داریم که ما باید به اونا توجه داشته باشیم یکی از سال 2017 دیگه آیسای نداریم آیسای دیگه از بین رفته است که تامسون رویترز داریم درسته مالک از اون بعد شرکت کلریگیت آمد اونا خرید کل از اونا خرید زیر مجموعه های جور کرد یکی از زیر مجموعه از اون به وابسایسه که بخش نمایه مجلاته اون خدمات خیلی زیاد ارائه میکنه برای شما ویراستاری میکنه، مقاله چاپ میکنه، کارهای دیگه رو انجام میده یکی از کارهای از اون نمایه کردن مجلات ذریب تحصیلی که گزارش سالانه ای که اون میده به نام JCR میشناسن که مخفف جورنال سایتش هم رپورت او سالانه میایه، مجلاتی که در خود ویب آف سایس نمایه شده یک گزارش رو میده که اینا چقدر استناد گرفتن و به اساس همون استنادها اونا رو تقسیم میده بعد اسکوپوس هم که یکی از ابزارهای الزویره که بخش نمایه مجلات به دوش داره به نام JCR داره میگم مثلا SGI که این میای ساینتیفیک جورنال رنکینگ نشان میده بعد ما شاید گاهی شنیده باشن که این مجله SGR یا JCR داره یا نه اگر داره خب معتبر اگر نداره نه بعد اینا دیگه کس نمیده اینا فقط به وب ساینس میده او گزارش سالانه خود در سایت از قابل دانلود شما میریم نگاه میکنیم مجلات پلیسیدن و از اسکوپوسر از کلریگیتر میریم داخل مستر جورنال لیست از او گزارش رو میتونه پیدا بکنه و از اسکوپوسر میریم داخل سایمگو که در اونجی میتونه پیدا بکنه من یک مسئله بگیرم بگم ممکنه بعضی مجلات وب آف ساینس از خود خواه یک مجموعه کلانی نمایه میکنه خب بعضی از ماها میریم داخل وب آف ساینس مقاله نشر میکنه ولی بین المللی نیست سابقا وب آف ساینس و آیس آی مستقیم یک مجله یا اعتباردهی میکردن یا از اعتباردهی بیرون میکردن منتها به خاطر از اینکه کار درست‌تر بشه و بتونن به مجلات کمک بکنن آمدن یک مرحله پیشفرضی و امتحانی هم ایجاد کردن شما اگر مجلات وب آف ساینس میبینیم و نوشته ESCI اینا هنوز اعتباردهی نشده در وب آف ساینس هم هستن ولی اعتبار نداره ما مجله ما فعلا تحت بررسی در این چیز ما در وب آف ساینس در قسمت Emergency Source ما قرار داریم مجله غالب تحت بررسی اگر بگیره در اینجا میمونه خب در اینجا موند اگر ما اون معیارهای کیفی رعایت کردیم یک سال دو سال ممکنه بین 3 تا 15 سال طول میکشه و یک مجله تحت بررسی را پیدا کنیم یعنی کار خیلی طولانی خب بعد در اینجا بود اگر معیارها رعایت کرد و میرون وارد اون سپایگاه جداگانه میشون که یک بخش طب یک بخش علوم اجتماعی یک بخش دیگه هم هنر رو دیگه گفته وارد از اونها میشه اگر من اونجا تانست و مجله بمانم برای مدت هستم که سالانه اون ارزیابی میکنم باز اگر ما معیارها داشتیم میمونیم اگر نداشتیم
من از اون پله پس میندازه به قسمت استراری. پس قسمت استراری انداخت. مقاله شما منتشر میکنید. مجله در اونجا وقتی شما منتشر کردیم در پایگاه های اصلی نمایه بودید. مقاله شما برای همیشه همون اعتبار خورد دار. اینیه که شما اون زمانی که نشر کردیم اون اعتبار داشت و بعدن آمد اینجا باز اعتبار مقاله شما از بین رفت. او اعتبار خود خواهد دارش. او فقط تا زمانی که در اون مورد. باز اگه این معیارا نتونستم رعایت بکنم چیکار میکنم؟ نخواستم. دیگه باز راه یافتنم به عنوان ساینس دیگه کار ساده ای. اسکوپوس هم همینه. معیارا سال به سال ارزشیابی میکنن. اگه معیارا رعایت کردیم خوب نکرده شما بیرون. الان از ارزشی کدی کسی بهتره؟ الزویر یا یکی دیگه؟ اسکوپ الزویر خوبه. خب اسکوپوس 90 سال کمتر عمر داره از وب آف ساینس که از آی اس آی تامسون رویترز گرفته شده. 90 سال بعد اسکوپوس ایجاد میشه. الزویر به فکر از این میشه که بیایم چه بکنم. منتها این دو پایگاه شانه به شانه هم حرکت میکنن. هر دو تا پایگاه های خود داره بینیستن. خب جی سی آل اعتبار بالاتر نه پیشتر صحبت کردم جی سی آر چی هست؟ جی سی آر گزارش های این دو پایگاه و اس جی آر از مربوط به اسکوپوس گزارش ارزش شده متوجه شدم جی سی آر به جای آی اس آر قرار گرفته نه در وب آف ساینس دیگه درسته؟ نه من شاید نتونستم مطلب رو درست کنم وب آف ساینس یک شاخه ای از کلیدیت انالیتیک که نمایه کننده مجلات وب آف ساینس یک گزارش داره و یک سایت داره و یک امکانات داره که ذریب تاثیر مجلات خود رو میسنجه امپکت فاکتور میده. خب بعد میگه که او دیگه کار از او گشتنه که مقاله رو کجا سایت میخوره کجا نمیخوره. خب بعد همین گزارش سالانه میفرسته به نام JCR یاد میکنه. یک مجله امپکت فاکتور که اونجا دیدیم که چی رقم به دست میدیم. یه مثلا امپکت فاکتور از این 100 مثلا ممکنه به یک سال باشه امپکت فاکتور 100 سال دیگه باشه 200 سال دیگه باشه مثلا 10. این JCR گزارش وب آف ساینس. SGR گزارش اسکوپوس. توجه شد. این نظر است. ارزش بر اساس این گزارش سنجیده میشه. بله. هر چقدر مسئله کجایه؟ خب ارزشمندی کجایه؟ خب ما میگیم که مجله امپکت فاکتور گوهر باشه. برنامه تا خط میکنی که منتظر اسم رو خیلی من فقط حمید بگم که گفتم خلاص میشه. خیلی دیگه همین قدر میگن داخل صنف که هستیم کسی که ارائه میکنه صلاحیت داره به دیگران بگه چه کار. خب من از او استفاده میکنم از این معلمی. میگیم زدیم به امپکت فاکتور هرچه بالا باشه مجله خواهد مقاله اونجا نشر بکنیم بهتر. مثلا امپکت فاکتور 10 ما یک مقاله نشر میکنیم در جورنال که امپکت فاکتور 10 داره. امکان از اینکه 10 بار این مقاله ما استناد بخوره وجود داره. خب حالا مقاله ما 10 بار استناد بخوره یا 5 بار استناد بخوره میشه؟ 10 بار استناد بخوره. هدف از نشر هم اینه که دیده بشه. سایت اسکور هم داره فاز سایت اسکور اینا. خب اینا بحث هاییه که هر کدوم از اینا کار داره. خب ما بشیم این سر از کار من هم مجلات کسی های دکتر همون صفحه از بی که بیاره این سایت اسکور رو این پک فاکتور رو میزنم هم میزنه لیست مگه پای بیشتر از یاد دارم زمینه همی قدر فرام بود کمی قدر گفت با شما شدید بسازم این شهردار که مثلا خود بحث امپکت فاکتور اینا میشه یک جلسه باشه که مثلا بشه اس جی آر و جی سی آر باز خود از اون یک آدم گپ داره که باز مثلا بشه بحث کیو 1 و کیو 2 و کیو 3 یک آدم گپ داره بحث دی وای یک آدم گپ داره بحث جو و کی تو اینا هم یک آدم گپ داره که از جلسه بشه نیاز داره. ما در افغانستان در ابتدای مجلات به نوارات به هم دیگر کمک بکنیم. ما در قالب تجربه خوبی داریم نسبت به مجلات. ما نمیخواییم که تعریف قالب رو بکنیم. میخواییم بگم که ما در قالب در خدمت همه دوستایی که در تمام نهادهای دیگه هستن قرار داریم که این تجربیات خود در اختیار اونها قرار بدیم
که مثلا هم سلام علیکم.